دوستان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، چهارم ماه جون یا جون 2018 میلادی و برابر است با 14 خرداد 1397. برنامه امروز من هستم و شما، سربی و مردم. آقای لادن هنوز هم گرفتار کار هستند و به مجرد اینکه کارشون تمام بشه باز با ما خواهند بود. امیدوارم جمعه، اگه نه دوشنبه هفته آینده. متاسفانه آقای خسرو بهرامی آمده بودند در ویرجینیا، با وجودی که من بهشون گفته بودم این روزها من خبر از برنامه‌ام ندارم و بهتره که با اسکایپ یا با تلفن با هم صحبت کنیم و متاسفانه نتونستیم که ایشون رو با خودمون داشته باشیم. حالا سعی میکنم ساعت 3 باهاشون تماس بگیرم تلفنی، چون ایشون در چند مورد میخوان صحبت کنن. میدونین من همیشه به این دوستان گفتم شما آزاد هستید در هر موردی که میخواین صحبت کنید و من اصلا مایل نیستم که بدونم از قبل برنامه شما چیه یا در چه موردی صحبت میکنید، به دو خاطر. یکی این که نمیخوام بگم این خوب نیست، اینو نگو، شروع سانسور اینجوری میشه. دوم این که اگه من یه بار برای من بگی برنامه چیه و من یه بار دیگه هم توی برنامه گوش کنم تکراری میشه و من خیلی هم زود خسته میشم از چیزای تکراری. ببینم که بله، آقای شهرام ایران بومی هستند و قرار هست که با هم چند کلمه صحبت کنیم. ایشون همیشه درباره موضوعات جالبی که هم جامعه ایرانی رو تحت شعاع قرار میده و هم کلن انسانها، حقوق بشر، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، هر چیزی که شما بگید. من هر وقت به ایشون زنگ میزنم معمولا ایشون یا توی قطار هست یا بارون میاد و از قطار پیاده شده. حالا ببینیم امروز کجا هستن. ضمناً تصویرم نداری آقای ایران بومی، امروز کجا هستید؟ حالتون چطوره؟ درود بر شما. طبق معمول ما در آلمان هستیم دجالتاً و با توجه به اینکه هوا خیلی هم گرم هستش، نگران نباشین، اینجا خیلی زیبا میشه با شما الان حرف زدش. البته من فکر کنم میشه 10 دقیقه کافی باشه، چون موضوعی که شما دارین اینقدر جالبه که من نمیخوام وقت شما و دوستان دیگه‌تون رو بگیرم. من ممنونم از شما، میکروفون در اختیار شماست و به دوستان گفتم که همیشه اون چیزایی که شما مینویسید، ضمن این که یه طنزی هم داخلش هست و همه میدونیم که طنز حقیقتی هست که توی زندگی هست، ولی شما به یه نوعی مینویسین که دلچسب باشه برای ما. و من توصیه میکنم به دوستان که از صفحه فیسبوک شما هم دیدن کنن، در حین صحبتهای شما صفحه فیسبوکتون رو هم نشون میدن. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. سپاس فرمان. چیزی که الان بسیار جالب هست، شاید امروز مخصوصا با توجه به اتفاقی در سازمان ملل افتاده، روزی که ما با هم دیگه داریم حرف میزنیم، روز 4 ژوئن روز جهانی کودکانه، کودکانی که قربانی خشونت هستن و اینو سازمان ملل مخصوصا گذاشته که در این روز بیشتر جوامع دنیا و مردم و خانواده ها حداقل فکر بکنن در رابطه با کودکانی که قربانی خشونت هستن. و شاید از این لحاظ بد نباشه که کوتاه چند موضوع برای شما توضیح بدم که امروز هم که روز جهانی کودک هست که قربانی خشونت هستش، ما دادگاهی داشتیم، دادگاه خانواده داشتیم، ولی جالبه کار اینه که در اینجا مادر و پدر قربانی خشونت فرزند بودن و از این لحاظ بعضی وقتا آزادی باعث میشه که کم کم در جامعه غربی همه چیز رو جاشو عوض بکنه. من نمیخوام رو وارد بحث خشونت خانواده ها بشم، بلکه در رابطه با ماجرای دادگاه که اگه هر شخصی در هر جای دنیا گوش میده، نگاه میکنه، میتونه چجوری از حق خودش در دادگستری دفاع کنه. آگاهی به حق خودش میتونه به انسان ها کمک بکنه، مخصوصا در کشورهایی که قانونمند هستن.
حالا شما بفرمایید در چه قسمتش الان میتونم براتون توضیح بدم. اولا خیلی ممنونم که شما در این مورد میخواین صحبت کنید. خبری بود توی به اصطلاح خبرهایی که روی فیسبوک و جای دیگه هست راجع به سوء استفاده جنسی یک معلم یا یک ناظم ایرانی از بچه ها. آیا اینها هم جزء آزار و اذیت چون آزار جنسی دیگه اینا حساب میشه یا نه؟ و در موردی که شما گفتید که الان زمانه ای شده که بعضی وقتا بچه ها پدر و مادرشون رو اذیت و آزار میکنن، توی آمریکا خب خیلی وقتا بوده که گفتن مردا خانم ها رو همسرانشون رو به اصطلاح اذیت و آزار میکنن، الان میگن آماری که زنها شوهرشون رو اذیت میکنن، میزنن، حمله میکنن، اینها داره میرسه به پای مردها. اگه در این دو مورد، یکی اون مسئله ای که در میدیای ایرانی ما دیدیم، ناظمی که به بچه ها تجاوز کرده، و یکی هم این ماجرای همون عوض شدن شکل اینها که دیگه فقط مردها نیستن به خاطر مرد سالاری یا به خاطر شکل بدنی و فیزیکلیشون زور بگن به خانم ها، بعضی وقتا خانم ها هم یا حتی بچه ها هم بر علیه پدر و مادران به اصطلاح زور میگن و آزار و اذیت میرسونن. بفرمایید. در رابطه با آزار جنسی که در ایران در مدرسه اتفاق افتاده، منظورتون در آموزش و پرورشه، درسته؟ بله بله، گویا یه ناظمی به 16 تا بچه اونم پسر به اصطلاح تجاوز کرده و اینا، میگن اسمش عوض شده، شده آمیزش و پرورش. حالا نمیدونم دوستان، این همون طنزی بود که گفتم آقای ایران بومی در حین اینکه یه مسئله بغرنج و مشکل اجتماعی رو بیان میکنن، باز با اون طنزشون یه مقداری تحمل اینها رو برای من شما آسان تر میکنه. من از این بابت از شما ممنونم. بفرمایید. آمیزش خشونت، این اتفاقی که افتاده، حالا من چون فقط رادیو تلویزیون توضیح داده و خب مطمئنا در قسمت حقوقی وقتی بررسی بشه هزاران اطلاعات دقیق تری هستش، و به عنوان شخصی که در دادگستری یه ذره تجربه داره من میتونم بگم زیاد به اطلاعات رادیو تلویزیون من اعتماد ندارم، و چون پرونده جلوی دستم نیست نمیتونم این آقا رو متهم کنم، نمیتونم برادرش رو بگم، ولی خشونت در مسائل خیلی شدید پیش میاد که وابستگی باشه. ما 17 رو خشونت داریم و یکی از حالت ها رابطه وابستگی هستش، و شاید این اتفاق که افتاده علاوه تئوری علم، فقط کوتاه براتون میگم، در جایی که رفتارها و کردارهای انسان ها احساسشون به این باور باشه که من قدرت دارم، یعنی زندگی دیگری زیر دست من هست، یک حالت خشونت به وجود میاد، یک حالت قدرت به وجود میاد، و این خیلی وقتا مخصوصا در مدارس میبینیم ما که معلم احساس خوشبختی میکنه وقتی که قدرتشو نشون میده، یعنی این زندگیشو معنا به خودش میده. حالا همه معلم ها، من نمیگم اشتباه نشه، ولی این خشونت در هنگام وابستگی میتونه به حد انفجار برسه، یعنی که انفجار روحی برای خود اون شخص، لذت بردن از آزار زیر دستا. حالا تا اونجایی که من میدونم تعادل روحی این معلم یک مقداری زیر سوال بوده، و وابستگی که شاگردا به این داشتن بسیار زیاد بوده. یعنی ما دو نوع وابستگی داریم، وابستگی درونی و بیرونی، که وقتی که در دادگاه هست ما باید اینو دقیقا تجزیه تحلیل کنیم تا چه حد بچه ها زیر فشار بودن و در داخلشون آیا وابستگی به این آقا یا در گروهشون بوده که منبع خشونت بشه، چون تجاوز چیزی بیش از خشونت نیست و این نوع خشونت به تنهایی هیچ وقت اتفاق نمیفته. اگه خلأ احساس باشه خشونت خیلی شدیدتر میشه. ما باید در اینجا، اگه حالا دادستان منطقه حتما با علمی که داره، نگاه میکنه که چه نوع احساسی در اونجا بوده و چه وابستگی بوده، و دونه به دونه تو هر بستر فکری که ما میبینیم که خشونت میاد ترویج پیدا میکنه، بزرگ میشه، یک فرهنگی اونو آبیاری میکنه. خشونتی که برای تجاوز هست لازمش یک فرهنگه، اون فرهنگ به وسیله یک فکر آبیاری میشه، آبیاری که میشه رشد میکنه، میوه اون افرادی هستن شاید مانند اون آقا
که خشونت رو به عنوان کار بد نمیبینه، چون که جنایت رو وقتی که شخص به عنوان یک کار بد نبینه، حتی یک کار الهی میبینه، یک کاری میبینه که برای دیگران خوبه. مثالش کتاب خان بگم، میگن ما اگه افراد رو اعدام بکنیم که لباس بد میبوشن یا کار بد میکنن، ما به اینا کمک کردیم که هرچی زودتر به کجا برسن؟ به بهشت. بهشت. حالا ما زورکی هم نمیخوایم بهش بریم، میگم ما تو همینجا میخوایم باشیم، اونجا خود خدا ما رو میاد مجازات میکنه، ولکن نیستن که، چون میگن ما شما رو زودتر میخوایم از عذاب آینده جلوگیری کنیم. حالا من نمیخوام دیگه بیشتر وارد این ماجرا بشم، چون خشونت وابستگی میاره، خشونت تنهایی به وجود میاره، خشونت حداقل سه مرحله داره، مرحله چسبندگی داره خشونت، مرحله عادت داره، مرحله وابستگی داره که خودش یک دوران بارداری داره خشونت. همینجوری خشونت به وجود نمیاد که احیانا اگه یه موقعی خواستین برای شما باید جداگانه اینو تجزیه تحلیل کنم. بفهم. بسیار ممنونم. درباره این که یه روزی رو اختصاص میدن و الان همین روز چهارم ژوئن روز جهانی، تأثیرات این کار چیه؟ مثلا ما میبینیم که روز مادر، روز پدر اینها هست و متاسفانه همش هم تبدیل شده به یک مارکتی برای فروش یک سری اجناس یا رفتن رستوران و اینها. ولی نگاه شما به عنوان یه وکیل به اینکه یک روزی رو اختصاص میدن، همین امروز، به روز جهانی کودکان بیگناه قربانی خشونت، تأثیرات این یا به اصطلاح چه تأثیری داره؟ بله. این یک افکار خودشون خلق نمیشن. شما برای اینکه یک فکری خلق بشه احتیاج به اطلاعات داری. اطلاعات میتونه کسبی باشه، و این در رابطه با مخصوصا سازمان‌های بین‌المللی که اطلاعات به ما میدن، با ما کسب میکنیم، تولید فکر میکنه. وقتی که ما یک مثل امروز روزی داریم که حداقل دوستان و افرادی که علاقه دارن برن 2 دقیقه در بایش بخونن، آگاهی بالا میره. آگاهی بالا بره میتونه انسان به افراد دیگه‌ای که نیازمندن کمک کنه. آفرینش به وسیله آگاهی شکل میگیره، به وسیله تقلید نمیاد شکل بگیره. ما میتونیم انسانهایی که قربانی هستن رو کمک کنیم. موقعی که مثلا در چنین روزی برنامه‌های متعددی برای خانواده‌ها بذاریم و توضیح بدیم که چرا خشونت در یک خانواده خالق و مخلوقشو از بین می‌بره، چرا خشونت در رابطه با بچه فضای خاموش در تربیت به وجود میاده، چرا فضای بی‌محبت درخت‌ها رو خشک می‌کنن و اون بچه در جامعه‌ای که احتیاج داره که قوی باشه از ابتدا خشک، یعنی از محبت وقتی خشک باشه بزرگ میشه. بس همین در چنین روزی بد نیستش که یک مقدار بیشتر به اون خزانه های خالی خودمون تو فکرمون ما بیندیشیم و توش یک قرونی بندازیم و اون یک قرونی آگاهی بیشتری. بسیار ممنون. یعنی یک تلنگری هست به ماها که اگر به اصطلاح منحرف که نه، منصرف شده باشیم، خبر نداشته باشیم، لحظاتی رو یا یک روز رو به این فکر باشیم و توجه کنیم. و چقدر شما قشنگ گفتید درباره اون درختی که خشک میشه و اینها، اینجا دیگه آزمایش کردن، 2 جوونه رو تو 2 شیشه گذاشتن، یکیش رو حتی با محبت به اصطلاح و اون یکی با نفرت، و دیدن اونی که با نفرت داره آب میگیره و خورشید میگیره و اینها خشک شد، ولی اونی که با محبت بود به اصطلاح به زندگی خودش ادامه داد. شما اول صحبتاتون گفتید که یه کیسی داشتید که پدر و مادر مورد آزار قرار گرفته، میتونید در مورد اون صحبت کنید یا به اصطلاح؟ بله کوتاه. من در این رابطه بخوام بگم، همین امروز در دادگاه پرونده بودش که دختر جوانی اومده و میگه که با سیخ مادرش وارد بدنش کرده و آها اینو هفته پیش گفت. بله بله دقیقا. خب به کجا رسید؟ دروغ میگفته یا چی؟ و افراد متعددی در اونجا بودن، وکیلا بودن، خبرنگارا بودن، و هر حال برای جامعه خیلی مهم بودش که بدونن که این سیخ کباب چند خاصیت داره،
فقط برای کباب کوبیده نیست، بلکه برای کارهای دیگه هم به کار برده میشه و خوشبختانه با توجه به اینکه دادستان شهر و وکیل اون بچه که در اونجا بودن تونستیم ما حداقل کاری که بکنیم اون 5 تا روشی که هستش بهشون توضیح بدیم که هر اتفاقی که در جامعه میفته، هر صحبتی که در افراد در رابطه با کسی که میشه، همیشه نباید درست باشه، بلکه باید قاضی بی‌طرفانه نگاه بکنه که آیا این یک اتهامه و اگه این اتهامه چه مدارکی هست برای ثابتش. و امروز ما تونستیم در درجه اول از خانواده حداقل امروز دفاع کردیم و تونستیم ثابت بکنیم که این خود بچه که دروغ گفته، این خودآزاری که خودش کرده و خونی که افتاده، حداقل اگه خودش میومد و در دادگاه حرف میزد که به هر علتی بوده نخواسته بیاد، در یک گروهی قرار گرفته که 2 نفر از اون گروه متاسفانه بچه های 16-17 ساله هستن که در مدارس مواد مخدر میفروشن و با کلک هایی که زیر فشار میذارن بچه های مهاجر رو، اینها رو به کارهایی وادار میکنن که بعدن وابسته میشن و میترسن که اگه همکاری نکنن میان و اینها رو به پلیس میدن، مثلا دزدی. ما امروز متوجه شدیم که این بچه 13 ساله دست به دزدی زده بوده و مادر پدرش نمیدونستن. ما متوجه شدیم که 2 نفر که با تو مدرسه میرفتن و حتی پدر مادر در اینجا فکر میکرد مدرسه جای امنیه، اینها 16 ساله 17 ساله بودن و مدرسه هم حتی مواظب نبوده که بچه ها که میان بیرون با چه کسانی ممکنه رابطه داشته باشن جلوی مدارس. و خوشبختانه خود قاضی با توجه به پافشاری که ما کردیم که معلم مدرسه باید بیادش و توضیحاتو بده و پزشک مربوط که تو بیمارستان بود و جراحی در واقع باید میشد، چرا جراحی نشد، چرا اون خون رنگش نشون دهنده این نبودش که اونجوری که میگن زخم شده، چون خود رنگ خون به ما نشون میده که چه نوع زخمی هستش. و به همین علت ادامه داره جلسه دادرسی و در انتها برای من مهمش اینه که هر جای دنیا شما هستین با مشاوره با وکیلتون میتونین بسیار بسیار مشکلات رو حل کنین و نه اینکه بشینین توی خونه برین با 50 تا همسایه و بقالی و مهندس و چه میدونم اینو اون حرف بزنین. مسئله که در جامعه ما بسیار زیاده اینه که با متخصصش حرف زده نمیشه و مرحله هایی که ما باید در دادرسی رسیدگی کنیم اغلب دیر میان پیش وکلا و چون در مسائل مخصوصا جنایی مهمه که ما از ابتدا بیاییم با دادستان، با پلیس، با آگاهی، با همکاری بکنیم و خود ما به عنوان مدافع حق موکل بتونیم کنترل بکنیم کار قاضی رو، بتونیم کنترل کنیم دادستان رو، بهتره که در هر جای دنیا هستین زودتر با متخصصین تماس بگیریم. بسیار ممنونم. همین یادمه که اولین روزی که صحبت کردید شما گفتید که شما با استفاده از اون تلفن مادر و زمانهای تلفن مادر و اینها کمک بزرگی کردید و یک شعاری هم شما دارید روی فیسبوکتون هست در رابطه با تماس با وکیل یا مشاوره با وکیل، اون اسلوگن یا اون حرف معروف رو اگه لطف کنید بگید بد نیست. معمولا ما میگیم مشاوره با وکیل ارزونتر از مدافع وکیل در دادگاهه. شما با برداشت 1 ساعت میتونین شاید چندین هزار یورو رو یا دلار رو بیاین جلوگیری کنین. معنا ماجرای ارث داریم، وصیت‌نامه نوشته میشه میرن. دیروز یه پرونده داشتیم بابوشی که 1 شنبه بودش، 7 نفر رفتن انگوش کردن زیر کاغذ و حالا نمیدونم چرا هنوز با انگوش کار میکنن توی کشور پیشرفته، آدمای باسواد دکتر مهندس رفتن یه نشستن دور هم دیگه، این از اون پول میخواسته کاغذ نشستن انگوش دادن، بعدن حالا که الان پولش در رفت میخوادش میگن آقا این انگوش مال کیه، این مال رجب علیه، مال احمد علیه، مال کی. و من موندم که تو این قرن جدید با وجودی که از کشور خودمون سالها دور هستن، ولی هنوز اون کاسوکوزه قدیمی که تو خونه ها زیر میزی یه جایی قایم بوده رو با خودشون آوردن و این انگوش زدن قدیمی هم در آلمان هنوز ادامه داره. بله، اینجا یه زبان مثالی هست که میگه کبوی رو میتونی از ده بیاری به شهر، ولی ده رو از کلش نمیتونی ببری بیرون. ممنونم. این ماجرای انگوش زدن هم منو یاد فیلمای صمد آقا انداخته، احتمالاً اینها فیلمای صمد رو زیاد تماشا میکردن. بازم از شما ممنونم، هر وقت که موضوعی بود و دوست داشتید چند دقیقه با ما باشید
خوشحال میشیم که از به اصطلاح دانسته های شما، دانش شما استفاده کنیم. و خیلی قشنگ گفتید که مشاوره با یک وکیل ارزون تر از این میشه که همون وکیل بیاد از شما دفاع کنه و به اونهایی که احتمالاً پناهنده هستن، پناهجو هستن، بگیم که بعضی وقتا میتونن از این خدمات شما اونها مجانا استفاده کنن. یعنی بله، مجانا ما این سرویس رو داریم. بله بله. چون که یک بار ده ماه حداقل در شهرهای مختلف برنامه هستش، در ساعت‌های معین میتونن بیان و در اونجا رایگان مشاوره خواهند داشت و لازم هم نیستش که این قیمت‌های هنگفتی که به وکلا میدن 10,000 تا 5,000 تا 4,000 تا اصلا لازم نیست. اینا با ندادن تا حتی پولم ندن میتونن بیان مشاوره داشته باشن که چگونه از حق خودشون و چجوری بخوان فرمو پر بکنن. فقط این آخر کار میخوام بدون، چون در رابطه با این روز روز مهمی هستش، خشونت یه قسمت اصلی خشونت از تنهایی میادش و بزرگترین تنهایی یا بدترین نوع تنهایی، تنهایی موقعی که شما با همدیگه باشینه. یعنی وقتی دو نفر با هم توی خانواده زندگی میکنن، همسر همن، ولی وقتی همدیگر نمیفهمن، یک خزانه توهی با هم دیگه درست میکنن و اون تنهایی هر کدومشون با هم جمع بکنی دوتا تنهایی نمیشه، چهار برابر تنهایی میشه. فشار تنهایی در گروه چند برابر خطرناکتره تا یکی تنها زندگی بکنه. بسیار ممنون. مسئله بسیار مهمی که اغلب دعواهایی که ما در خانواده ها داریم برای اینه که توی داخلشون چند برابر این فشار به وجود اومده و دیگه نمیتونن خودشونو بیان بیرون و با یک بسیار 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 راحت با یه بار یا دو بار مشاوره تمام این مسائل که تو فکرشون هستش قابل حل. و خیلی وقتا جوامع قوانین رو وقتی بذاریم کنار هم دیگه، میبینید با دستور عمل عملی یکی دو تا نامه که بنویسن راحت میشن و دوتاشون میتونن مشکلشون رو حل بکنن. بسیار ممنونم دوستان عزیز. با آقای دکتر شهرام ایرانبومی هستیم از آلمان زیبا، از فرانکفورت. و شما هم میتونید از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل، از طریق وبسایت ایشون باهاشون در تماس باشید. و من باز هم از شما ممنونم آقای ایرانبومی. درود بر شما و بینندگان شنوندگان شما. بسیار ممنون، با امید دیدارتون و اینکه باز هم با شما باشیم در برنامه‌های آینده. مرسی. بسیار ممنون، روز شما بخیر. مرسی. بله. خب اجازه بدید دوستان من این صفحه اسکایپ رو ببندم و با شما باشیم. و خیلی ممنون، خانم شوبری هم میگن که This is on time to talk about this important topic. Thanks. Right on time. بله. و واقعا گاهی وقتا نمیدونیم چه باید کرد و بهتره که از متخصصینی که حالا اگر نگیم هم هر روز، ولی بیشتر از ما با این مسائل سر و کله زدن یا در تماس بودن. یادمه همون روز اولی که آقای ایرانبومی صحبت کرد، گفتن که مادر و پدر این دختر جوان این مشکل رو دیدن و رفتن با هم مسجدیاشون و تو مهمونی ها و اینها صحبت کردن، اونام بهشون نصیحت کردن این دختر رو بیشتر مورد فشار قرار بدید، تلفنش رو ازش بگیرید و همین کارها این دختر رو تنها کرده و فرستاده به طرف اون گنگ، به طرف اون گروهی که ایشون داشت توضیح میداد که توی مدارس حتی این بچه های 12-13 ساله مواد مخدر میفروشن. و بعضی وقتا اینجا توی فیرفکس شما باورتون نمیشه، فیرفکس یه مدت زمانی کانتی شماره یک بود، هم از لحاظ سواد، هم از لحاظ پولداری و از زندگی مردم، هم از لحاظ مدارس. و من 3 سال پیش که یک جایی دعوت شدم که برم و اومدم، بعدشم بهتون نشون دادم، اتفاقا دهم همین ماه هم قراره بریم. این زنهایی که ابیوز میشن، مورد سوء استفاده قرار میگیرن و طرف رو قاچاقی میارن، دختران جوان میبرن توی موتل ها و بهشون مواد مخدر میدن، اونجا مثل یک زندانی بعضی هاشون رو با زنجیر به این تخت ها میبندن و ازشون سوء استفاده های جنسی سکسی میکنن و
این حالا بهترین بوده، الان شماره دو شده فرفکس، ولی اینجا شما هم میتونید روی گوگل نگاه کنید، بعضی وقتا به این سازمان ها کمک کنید. حالا اگر میتونید وقت دارید با وقتتون، یه چیزی ما داریم میگن به قدمی، به قلمی، به رقمی، بالاخره تا اونجایی که میتونید از کمک هایی که به صورت داوطلبانه است و متاسفانه در کشور ما رسم نبوده، جدیدن دیدم که اونجا میرن آشغال جمع میکنن، میرن کمک میکنن به حیوانات و میرن بهایا این کار انجام میدادن، از این لحاظ باید تعریفشون کنیم، ولی از این لحاظی که وقتی این کار را انجام میدادن بعد تبلیغ بهایت میکردن، باید یک کمی بگین نه اون یکی به این یکی در ایونت شدید. بله میرفتن کمک میکردن به بچه ها، درس میدادن، بهشون خوراک میدادن، کتاب میدادن، دفتر میدادن، بعد میگفتن راستی یادتون باشه اینا رو بهاءالله بهتون داده، اینم کتاب بهاءالله بخونید. درست این دوستان مسیحی و روزگار غریبی است، اینایی که اسیر دین و مذهب میشن و میخوان دیگران رو به زور ببرن بهشتی که خودشون هم ازش خبر نداره. اگر به شما بگم توی آمریکا یکی از این پدر روحانی ها آمده و به مردم میگه شما 54 میلیون دلار بدید به من که میخوام یه جت بخرم، چون خدا به من گفته اگه میخوای منو بیشتر ببینی باید این جت، این مدل، این شماره رو سوارشی. اگه دوستان هستن اینجا، اگه مجید اینجاست، اگه سعید اینجاست، اگه سم اینجاست، این رو پیدا کنید که طرف asking his supporter viewer هر چیز که میگن for 54 میلیون دلار، 54 میلیون دلار، یعنی من و شما اگه امروز یه نفر بیاد، حالا آخوند باشه، آیت الله باشه، بگه خدا به من گفت که شما به من یه پولی بده، میگیم دیدی این پدر سخته دروغ میگه، همشون دروغ میگن. اینجا توی آمریکا تلویزیون طرف میاد ریشاشم رنگ کرده، گرونتری کت شلوارم میپوشه، بعد به مردم میگه که شما بدهکاری؟ بله بله دارم به خودت صحبت میکنم، تمام کردیت کارتات پر شده، نگرانی که اون آخری هم پر بشه، برو از اون آخری 58 دلار بده به من، یک گندم یک دانه بذر برد میکارم، همه مشکلاتت حل میشه. باورتون میشه توی آمریکا اینا همچین چیزی رو از تلویزیون اجازه میدن پخش بشه؟ اون وقت ما اینجا نشستیم یه تلویزیون نقلی کوچولو آمدیم میگیم هر کسی به عنوان مردم میتونه در این تلویزیون برنامه داشته باشه. من نظر خودم رو میگم، شما نظر خودتون رو بگید. دیروز یه فیلم نگاه میکردم به نام ارثیه پدری یا ارث پدری، کار جالبی انجام داده بود، اومده بود تیکه‌های فیلم ایرانی رو، مثلا سلطان قلب ها، نمیدونم سارق طلایی، اینا رو 15 قسمت رو، بعد داستان شاه رو و خانواده سلطنتی رو توی این گنجانده بود. البته میدونید که وقتی آخوندا میان الان میگن، اینا یه جوری میگن که به اصطلاح حسابی اونو خراب کنن، ولی جالب این بود که یه قسمتاش هم مال خود دوره شاه بوده، تلویزیون شاه بوده، یه قسمتاش گفتگوهایی بوده که وزارت اطلاعات، سازمان امنیت اینا رو ضبط میکرده، گفتگوی شاه با امینی، گفتگوی اون قرباقی درباره ارتش، گفتگوهای بختیار اینها. و من اگه بتونم این رو پیدا کنم یا حتی قرار بشه 10-15 دلار بدیم بخریم، این رو میخرم و پخش میکنم. اگه شما میتونید پیدا کنید خوشحالم. سم اینجاست، سم گوگل کن اون کلیسا و اون پریست، اون پدر روحانی، شبان، هرچی که میگی، که he's asking people to give him 54 million dollar. میگه خدا به من گفت، خدا به من گفت که تو هواپیما این جت رو باید سوار بشی. بله میگه در مصر یک هفته پس از پایان یافتن آسفالت یک خیابان میان دو روستا، مردم از پایین آمدن راه شکایت کردند. معاون استاندار رفت که معاینه کند، با دیت آسفالت را از جا کند. با دیت، من نمیدونم این دیت یعنی چی، شما فارسی فنگلیسی نوشتید ببینیم چی، با دست آسفالت را کند.
با دست ببینید. خب اینم آسفالت خیابونای مصر، مصری که الان دوست صمیمی آمریکاست و مصری که بعد از اون حسنی مبارک و بعد از اون اخوان المسلمین حالا دست این آقا اسمش سیسی هست، نه؟ ببینیم این فیلم رو اینجوری اگه نشون بدیم درست پیدا میشه. بله، این شهردار رفته دیدن کنه، دستش رو کرده بین کانکریت و آسفالت و آسفالت رو داره با دست میکنه. من که هیچی از آسفالت و سیمان و اینها نمیدونم، همین که این خاک زیر رو دیدیم معلوم شد که این زیرش خراب بوده، 21A و نمیدونم چیزهای دیگه میکس نکردن، بعد قیر نپاشیدن. دیدید دیگه روی گل اصلا مثل موقعی که شما میخواین نون درست کنید یکم آرد میپاشید که این نون به میز نچسبه. خب اینا اون گله شده آردی که آسفالت به بدنه نچسبه، اونم هوای گرم. The man asking for 54 million is an evangelist not holy father. فرقشون چیه؟ سگ زردم برادر شغاله. این هولی و این ناهولی و اینا رو کی معین کرده؟ بعد این تیوی وانجلس هست مثل که برام اگه لینکشو پیدا کنی به این دوستان نشون بده. آها خیلی ممنون، اینا فرستادن ABC7 یعنی کانال 7 دوستان داره این رو میگه، نه من نه سم. اینم که حالا یه آگهی روش نشون میده، دست بردار نیست. بذارید بله اینجا بهتون نشون بدم، یه تبلیغ هم به خوردتون میده، اب نداره. شما که تبلیغای ما رو نمیتونید تحمل کنید، اقلا تبلیغای آمریکایی رو تحمل کنید. تبلیغای آمریکایی هم میگه شما پول یه اتاق بده ما برای 10 تا اتاق موکت میکنیم، یکی نیست بهش بگه آخه چجوری امکان داره الا اینکه گرونش کرده باشی بعد بخوای ارزونش کنی. البته دو سه تا آگهی دارم براتون پخش میکنم، ساعت 3 بعد از ظهر 24 دقیقه دیگه با هم ببینیم این آقایی رو که با پررویی تمام از مردم آمریکا که خودشون رو داناترین، خودشون رو بهترین کشور دنیا میدونن، ببینید این چی میپرسه. Biggest sale, the 50-50-50 sale. 50% off carpet and flooring, 50% off padding and materials, and 50% off installation. 800-588-2300-EMPIRE. Today. Jessica Castro in the ABC 7 newsroom, and a very unique request from a bold televangelist is really raising eyebrows. He's asking followers from all around the world to donate money so he can buy a $54 million jet. I really believe that if Jesus was physically on the earth today, he wouldn't be riding a donkey. Jesse Duplantis is based in Louisiana. He already paid cash for three other private planes, but says God told him he needs a new one. A posted video is asking people to send money, saying the new plane would belong to the ministry and could help save lives. بله. حالا شما بیا و ببینیم چی شد. ببخشید این افکت سه. بله. آمریکا وقتی که شطور بود به یک قاز، ایران خر قیمت واقعی ندارد. حالا شما بیا و مشکلا رو حل کن، درست کن. وقتی که رئیس جمهور آمریکا میاد به مردم قول میده که من یک دونه دروغ نمیگم، من همه چیزا رو همون جوری که هست بهتون میگم، تا امروز بیش از 3000 تا 500 روز توی وایت هاوس بوده که 250 روزش هم داشته گلف بازی میکرده، بگو 500 روز بیش از 3000 تا، بگو 3000 تا. شما که ریاضیت خوبه 3000 رو تقسیم بر 500 کن، میشه روزی 6 تا دروغ ایشون گفته. و جالبیه که طرف رو میارن که میخواد بشه نفر سوم حکومت، یعنی ترامپ رئیس جمهور، معاونش پنس، بعد میشه سخنگوی مجلس. بهش میگن آقا این فیلمو نگاه کن،
طرف میگه ما تو هواپیما نگفتیم پسرمون این نامه رو اینجوری خودش بود. میاد وایت هاوس رو نشون میده، این زنیچه دروغگو میگه ما نگفتیم. حالا امروز دیروز وکیل خودشون گفتن ترامپ دیکته کرده، یعنی به پسرش گفته چی بنویس در رابطه با اون نشستی که توی ساختمون خودشون انجام بدن. و آقای ترامپ امروز میاد با افتخار را میره و میگه من هر جرمی هم انجام بدم میتونم خودم رو ببخشم. یعنی اونی که تا دیروز من و شما فکر میکردیم there is nobody above the law، هیچ کسی از قانون بالاتر نیست، ترامپ آمده به ما ثابت میکنه که شماها اشتباه کردید و آمریکا هیچ فرقی با کشورهای دیگه نداره، فقط ما تا حالا دیکتاتور نداشتیم. من دیکتاتورم، قانون میگه اینها، قانون میگه من میتونم طرف رو بزنم بکشم خودم رو ببخشم، پاردن. اینجا دیدی یه نفر تنش میخوره به تنه یکی میگه پاردن می، یعنی منو ببخشید، میگه من میتونم خودم پاردن کنم. و جالبه کسایی که میگن آخوندا دروغ گفتن، پدرسوخت هستن، شیادن، دزدن، حق مردم رو خوردن، به ترامپ که میرسن میگه دزدی عیب نداره، شیادی عیب نداره، دروغگویی عیب نداره، تجاوز به زنای دیگه عیب نداره. من نمیدونم این چجوریه مغزشون. میگن که به انگلیسی درست میشه گفت، در توی قسمت رایت این سن پیداش کن برام بفرست، که میگن اینو برای ترامپ میگن، میگن توی قسمت راستش هیچ چیز چپی نیست، توی قسمت چپش هیچ چیز درستی نیست، ولی میگن وقتی ترجمهش میکنی به فارسی درست در نمیاد. اینم از این. این آقا 3 هواپیما داره، میگه جیزس که سوار خر نمیشده، حالا خدا بهش گفته که یه هواپیمای دیگه. اون وقت بدبختایی که به این پول میدن. من خودم راننده داشتم که هفته $200 $250 در می آورده، جمعه که حقوقش میدادیم، موقعی که کار بعد بوده، جمعه که حقوقش میدادیم، دوشنبه که میمد میگم مستر سوربی من میتونم $3 قرض کنم؟ میگفتم خب تا حالا زمستون پول چیکار کردی؟ میگم من میرم کلیسا باید 10% رو بدم اونجا. 10% $250 رو میره میده به اون آقا که بهترین بیوک و موقع میروند، شیکترین کت شلوار رو میپوشید. بعد این گرسنه برای $3 پول نهار. حالا شما بشین هی بگو این سوربی مزدوره. آقا اقلا قرم ساق موزشو بیار بده، بعدا بگو مزدوره. شما که با آخونده هستی، همه چیزشون خبر داری، چون این سازمان مجاهدین گفته بود که تلویزیون مردم وابسته به حکومته، یکی نیست به این رجوی بگه آخه پوفیوز احمق، حالا که مرحوم شدی رفتی جزو مرقوما، مردک تو نامه به فسنجانی رفسنجانی مینویسی یا سوربی؟ تو زیر آبی با این و اون معامله کردی یا سوربی؟ تو با ساواک معامله کردی، همه همکارات و همه همرزمات و همه همردیفات و لو دادی و خودت و جون کثیفت رو برداشتی در رفتی یا سوربی؟ که داره حقیقت رو میگه، میگه آقا مرداد چرا دروغ میگی؟ اگه این مرده چرا به مردم نمیگید مرده؟ آقا علی آقا، آقای فیلابی، آقای حسین آقا، آقای ایکس، آقای غلام ترشیزی، اگه این مرده چرا به مردم دروغ میگید؟ حالا بشینید تا برنامه ماه آینده دوباره یه مشتی شیر و خورشیدی رو بگیرن دستشون. اینجوری اینجوری صحبت از شیر و خورشید شد، بریم آلمان سراغ دوستمون آقای افشین عبدالله. و ایشون براتون گفتم تو برنامه های گذشته یه سوء تفاهمی شده، ما اون وقتا به شوخی میگفتیم آقا سوء تفاوت شده، یه سوء تفاهمی شده. من به ایشون گفتم من میخوام در این مورد صحبت کنم، سوال دارم، اگه شما وقت کردی ویدیویی چیزی درست کن من پخش میکنم. ایشون فکر کرده من بهش گفتم که مثلا بیا تو برنامه و اینها، و هیچ مهم هم نیست، قبلا هم مهمون برنامه بودن، خیلی هم آدم سخنور خوبیه، هم جوان خوبی هست، هم شیرازیه دیگه از همش بهتر، و هم تو کارهای امداد بوده. حالا چون تو رژیم جمهوری اسلامی شیر خورشید نبوده، اونجا صلیب سرخ نبوده، ایشون که همت و غیرتش بوده میخواسته کمک کنه، رفته توی هلال احمر و امدادگر شد. حالا اومده اینجا میگه خب چقدر خوبه که من دوباره سازمان نوین شیر خورشید رو به اصطلاح راه بندازم، به من و شما پیشنهاد میکنه بیاین عضو بشید. من اول متوجه نشدم، بعدن هنوزم مطمئن نیستم، فکر کنم منظور ایشون از عضو شدن
اینه که بریم داوطلبانه کمک کنیم، کار کنیم، روزای یه شنبه دو شنبه بریم پرورشگاه، اگه میگن اینجا رو تمیز کن تمیز کنیم، برای بچه ها نون ببریم، خوراک ببریم الی آخر. ولی سوال من اینه، اگه هر کدوم از ما به دلیل اینکه الان آخونده اونجا نشسته بخوام یه چیزی رو که وجود داشته و وجود داره و ایشون ثابت میکنه هنوز که هنوزه اون سازمان جمعیت شیر و خورشید تو ایران وجود داره و این هلال احمر تحت نام اونها داره کار میکنه، خب آقا دیگه چرا شما میخوای درست کنی؟ خب این آخونده رو از کار بکنی بیرون، برمیگردی به شیر و خورشید. مثل که من بیام بگم آقا چون من دبیر بودم بیاین حالا بریم یه هنرستان نوین محمد رضا شاه باز کنیم. نه آقا، اگه آخونده رفتن همین همین هنرستان طالقانی رو شما عوض کن بکن محمد رضا شاه. من دارم میگم شماها وقت خودتون رو دارین تلف میکنید. شماها مثل من دوست داری جلو تلویزیون باشی، ولی میگید خب حالا من برم جلو تلویزیون امروز چی بگم؟ آقا بیا بگو من امروز چیزی ندارم بگم، موسیقی چی میخوام براتون پخش کنم؟ براتون یه آهنگ خوب پخش میکنم. یه دوستی یک ویدیویی رو گذاشته بود، یه دختر بچه ای احتمالاً 3 یا 4 سال، شاید هم یکم کوچیک‌تر، زور میزنه، یعنی متشنجه، مضطربه که این شعر رو درست بگه. شعر میگه، بعد این دوستمون نوشته بود آفرین بر شما. میگم خانم عزیز، بچه باید بچه باشه، بچه باید دوران کودکیشو داشته باشه. چرا تو تمام دنیا به این نتیجه رسیدن که بچه از 5-6 سالگی باید بره مدرسه؟ اولا که 7 سالگی بود، هی از بس این پدر و مادرها زور میزنن میگن بچه ما نابغه هستن. عکسای بچگی خودمون رو نگاه کنیم، نوامون رو نگاه کنیم، امروز که نگاه میکنیم میگیم وای پناه به خدا اینا چقدر زشت بودن، ولی ما همیشه اینا رو خوشگل میبینیم. دو کلمه که حرف میزنن ماشاءالله اصلا تو شاعری تو، ولی معمولی. چرا میگن بچه ها از 7 سالگی باید برن مدرسه؟ به زور کردنش 6 سالگی، به زور کردنش 5 سالگی، طرف بچهش نمیدونم فلان روز دنیا میومد تاریخ رو عوض میکرد، دروغ میگفت به بچه هم دروغ میگفتن سالهای سال که این زودتر بره مدرسه. برای که اونایی که سرشون میشه فهمیدن بچه 4 ساله، ببچه 3 ساله، بچه 2 ساله نباید بره مدرسه. خب حالا بعد از جنگ جهانی دوم هم ذلیل شد اصلا جامعه، خانما رفتن سر کار، بعدم که مردا از جنگ برگشتن تعداد کافی نبود، خانما همینجور موندن، بعدم که تعداد کافی شده دیگه نمیرن خونه، میگه آقا من حقوق خودم دارم، تو برو بشین خونه. اوکی؟ حالا آمدن بچه میاری، بچه رو باید چیکار کنی؟ از 3 ماهگی میذارن. خب ببخشید تفاوت این با اونی که بچه دنیا میآورد میبرد میداد پرورشگاه چیه؟ تو میری عصر میاریش، بچه خوابه، صبح که بیدار میشه میبری میذاریش اونجا. یه سری آدم های خودخواه بچه ها رو زور میزنن، برو از 2 سالگی فوتبال بازی کن، برو از 3 سالگی پیانو بزن، بعدم هر جا میزنه خب مهمون اگه باشه که اگه بدم بزنه مهمونا میگن آفرین آفرین، تمرین کنی چیزی میشی، همین الان ماشاءالله نابغه است. چه نابغه ای؟ براش کلاس گذاشتن، معلم گذاشتن، خودشون وقت گذاشتن، عقده های خودشون رو سوربی که نتونست خودش موزیک بزنه بچهش از 3 سالگی برده پیانو بزن. من الحمدلله همچین غلطی نکردم، ولی مثال میزنم که شما که این کار کردی ناراحت نشی. خب حالا آمدیم این شعر رو دیدیم نوشتیم، بابا بچه باید دوران بچگی و کودکی داشته باشه، اگه نداشته باشن میشن مایکل جکسون که نمونش هست و 50 سالگی بچه بود، میره با بچه ها بازی، ولی وقتی یه بچه مایکل جکسون 50 ساله میره با یه بچه 6-7 ساله بازی، خب ننا باباش میان میگن آقا این چه بازیه، خرس گنده اومده با بچه ما تو رخت خواب فلان، میرن سوش میکنن و فلان. بعد دوستمون نوشته نه مایکل جکسون پدر و مادرش ابیوزش کردن. هلو، ما هم داریم میگیم پدر و مادر این دختری که شما فیلمش رو گذاشتی ابیوزش کردن. حالا چیزی که هست این معروف نیست بعدن مثل مایکل جکسون زیر دوربین و خبر و اینها باشه، اون بدبخت
یا پرینس یا اون یا اون، اینا زیر چی بودن؟ جالبه هم پرینس هم مایکل جکسون 50 سالگی مرده. ولی براتون بله میگه به خدا بچه‌ها سرعت زیادی دارن، ما خیلی کند بودیم. اینو خانم بهیه جیلانی میگه، بچه‌ها باهوش شدن و میتوانن زودتر مدرسه برن. این قسمتش با شما مخالفم. اگر بچه رو بذارید بازی کنه، اصلا تو این شعر میگه بچه‌ها رو بذارید از درخت برن بازی بالا، کامپیوتر و تلویزیون اینا رو خاموش کنید، بذارید برن تو حیات. شما اگه بچه‌تو همون اول نشونید الف با یادش بدی، که این 3 سالگی الف با یاد نمیگیره. شما اگه به خودت قول بدی من تا 5 سالگی اصلا کتاب جلوی نمیذارم، که کتاب یاد نمیگیره. پس سرعتش من و شما زیاد کردن. سالها پیش من و داداشم سال 1987 رفتیم توی فروشگاهی که قرار بود ما از اینا یک ماشین نو بخریم، و اون طرفی که آمده بود با ما صحبت کرده بود نبودش، مثلا مستر اسمیت نبود. ما هم که اون وقتا بلد نبودیم که اینی که با ما صحبت کرده کمیسیون میگیره. رفتیم به اونجا، مدیر اونجا گفتیم کسی دیگه ای نیست به ما کمک کنه؟ گفت نه آقا، مستر اسمیت فردا میاد. حالا شما چه عجله ای دارین که میخواین امروز؟ این ماجرا همش برمیگرده سر عجله. چه عجله ای داری؟ در هر صورت اینم یه بحثی اگه خواستین. خب خانم جیلانی، شما میگین بچه ها دیگه بازی نمی کنن، اسباب بازی آنها شده کامپیوتر، اسباب بازی فروشی دیگه وجود نداره، تو سر اسباب بازی ها بخوره. خاک، باغچه، گل، گیاه، راه، استخ، درخت، بند، تناب، لاستیک کنه وجود داره که شما برای بچه ها اسباب بازی درست کنی. چرا اسباب بازی فروشی وجود نداره؟ برای که همه رفتیم برای بچه هامون کادو خریدیم دادیم دستشون. من خودم، من احمق، دخترم، نوام که 2 سالش شد، رفتم برای تولدش یه دونه از این دستگاه های بزرگتر از این خریدم. تا دادم دخترم گفت نو 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 ما نمیخوام، خیلی ممنون، برو بده پس. خب اینجوریه، باید یه جایی جلو حماقتی رو که با سوزن تزریق میکنن تو مغزمون و برامون نرم میشه. اینجا میگن نیو نرم، یعنی یه چیز معمولی جدید. این نیو نورما رو یه مقداری مقاومت کنیم در مقابلش. اگه من به جای اون یه چیزی خرید بودم، یا تونه یه چیزای کوچولو بود، شکل سطل بود، زیرش یک بند آویزون بود با یک توپ کوچولو، یک گلوله اینجوری روش نوشته بود کوکاکولا، اینجوری میگرفتیم اینو، اینجوری تکون میدادیم اینو، تق مینداختیم بالا میمد توی بعد میشمردیم. مثلا من اگر 10 بار میزدم 5 تاش میافتاد، ولی پسر عمم اگه 10 بار میزد 6 تا میافتاد، اون برنده بود. اینا بوده دیگه. در هر صورت براتون آهنگر بذارم، وقتی رسیدم براتون میذارم. صبر کنید ببینم اینجا چی دارم. خیلی نوشته ها و گفته ها دارم. بله، فرهنگ بچه ها تغییر کرده به نام مدرنیته. ما تغییرشون دادیم. اونا که اومدن دنیا نیامد که گفت بفرما این کتاب جدید من طبق این میخوام عمل کنم. همین امروز هم بچه‌ای که تو آفریقا دنیا میاد، هیچ چیزی به غیر از گل و سنگ و نمیدونم پلاستیک پاره مال دمپایی نداره که باش بازی کنه. نمیگم حالا ما بچه‌هامون اونجوری کنیم، ولی خودم هم نمیدونم. بله کاگو جون، همسرم گفت بسته ای از شما رسیده، ممنون. آقا مواظب باش منفجر نشی، یا من فرستادم تو رو منفجر کنم. بنده خدا خانمت باز نکنه. نه، این دو تا کتابه برای پتیک فرستادم، خیلی ممنون. آقای انصاری هم برای پتیک کتاب فرستاده بود، ایشون هم خونده هم برای من و شما نوشته. ضمناً خانم نیر هم کتاب ایشون رو خونده و برای من و شما نوشتن به اصطلاح نظرشون رو. این کار درستی. شما یک کتاب میخونی نظر دینی که آقا این اصلا دروغگوه، یکی دیگه کتاب میخونه میگه آقا عجب مرد راستگوییه و چه افتضاحی بوده. این کتاب، فیلم، اینا اینه داستانش. ولی این یکی به اون فوش بده، اون یکی به اون فوش بده، اون دیگه گذشت، مال قرن بیستم بود، مال دوره پادشاه و ملا و شیخ و اینها بود. تهدیدهای دولت آمریکا تهدید زندگی مردم ایران است. این رو آقای کوروش زعیم گفته اگه اشتباه نکنم. من با آقای کوروش زعیم یا یک بار یا دو بار مصاحبه کردم
حقیقتش از نظر من اینها برنامهشون راهشون غلط بوده. کسایی که هی برن زندان، هی بیان به زندان رفتنشون به سابقه زندانشون افتخار کنن، اینها نمیتونن فعالین سیاسی اجتماعی باشن. یعنی شما نشون دادید که نتونستید از آخونده باهوش در باشید، یک کاری بکنید بزن و در رو باشه، نزدید و گرفتار شدید. حالا اگه میزدید اقلا یه چیزی تو برنامه قبلی با دو تا از خانمایی که از سازمان مجاهدین جدا شده بودن، خانم زهرا معینی و خانم همیرا محمد نژاد از آلمان صحبت میکردم، این همشهری ما مجید خوشنودی آمده بود و میگفت خاک بر سر این مجاهدین اقلا نمیتونن مثل آخونده برن این ور ور ترور کنن. در اصل نمیدونم فرهنگ بچه ها بعد اون شما گفتید، ممنون و متشکرم. و جویس راسل بروک جویند not yet not one what is this. ما اگر شما خارجی هستید دوست از این، ما فارسی حرف میزنیم، اجازه بدید این نوشته شما رو not yet not one رو پاک کنم. و اگر بار دیگه اینجا چیزی بنویسید که نه در رابطه با برنامه من باشه، نه در رابطه با جامعه ایرانی و فارسی و اینها، با اجازه شما، اجازه هم ندی مهم نیست، دیلیتت میکنم، بلاکت میکنم. خب برای اینکه اجتماع بچه را تحویل میگیره ما کاری نیستیم، ما میبریم بهشون میدیم. ما بچه را 3 ماه 4 ماه میبریم میذاریم کیندرگاردن، خودمون میریم سر کار، برای که اونجا ما مثلا $5 میسازیم به این کیندرگاردن $3 میدیم، برای این $2 و بچه‌مونو میدین دست یه کسی که خودمون میدونیم این صلاحیت نداره. بیان در این مورد صحبت کنیم. اجتماع از بچه‌ها ساخته میشه. اینه که اگر یه اجتماعی درست باشه باید به معلم‌ها، به اینایی که کارهای اجتماعی میکنن برسه تا اینا بتونن آینده اون مملکت رو بسازن. متاسفانه هنوز که هنوزه، همین در این آمریکا، هم در ایران، هم در دوره شاه، حقوق معلم‌ها به اندازه کافی نبوده و نیست، امیدوارم خواهد بود در آینده، در فردا. خب ببینیم که براتون چی گذاشتیم. تهدیدهای دولت آمریکا با روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و اتخاذ مواضع خصمانه نسبت به ایران، همراهی و همدلی دشمنان تاریخی ملت ایران در منطقه و دستبندی‌های آنها را پایدار ساخته است. در این راستا سخنرانی جنجالی و تهدیدآمیز آقای پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا علیه ایران و صدور دستورالعمل 12 گانه تبختر معابانه، من نمیدونم از اون ور میخوان خیلی فارسی حرف بزنیم، از این ور این دوستان یه دفعه آمده علیه ایران و صدور دستورالعمل 12 گانه تبختر معابانه. من همچین چیزی تا حالا نخونده بودم، شما بهتون نشون بدم یه وقت، خدای نکرده فکر نکنید من اینقدر بد میخونم، اینو واقعا نوشتن. ببینید این دوستانی هستن که اینها تبختر 12 گانه تبختر معابانه، شما برای من ترجمه کن به فارسی برام بفرست تا من بتونم اینجا صحبت کنم. خلاصه مطلب اینه که آقا خانم اینقدر مقدمه ننویس از روزی که آقای فلان آمده، شما بگی طبق آخرین سخنرانی این وزیر امور خارجه آمریکا، ما میدونیم که این وزیر امور خارجه آمریکا در دوره ترامپ، این وزیر امور خارجه تو CIA بوده، این وزیر امور خارجه تو ارتش بوده، این وزیر امور خارجه فکر میکنه که همه چیزها رو با توپ و تفنگ میتونه حل کنه. من نمیدونم خدایا بگم مردشور این معلمای انشا رو ببره که هی به شما یاد دادن 2 صفحه کمتر بنویسی، از 16 شروع میکنیم ها، بعد همه درشت مینوشتیم، همه مزخرف مینوشتیم، همه تکراری مینوشتیم. در صورت جبهه ملی ایران نشون داده که کاری از پیش نبرده و آقای هوشنگ آریانپور خیلی قشنگ گفت که آقا موقعی که ما جوان بودیم و جبهه ملی وجود داشت و مصدقی وجود داشت، ماها چه کردیم که امروز تولد مصدق رو جشن میگیریم،
بزرگمرد شرکت نفت رو جشن میگیریم، بزرگمرد نفت ملی رو جشن میگیریم و هی جبهه ملی. آقا شما وقتی میگی جبهه، این جبهه باید پوشش بده این حزب، اون حزب، اون حزب، اون حزب. آقای بیژن مهر، آقای کوروش زعیم، آقای ایکس، آقای ایگر، چه حزبی، چه جبهه‌ای؟ بابا ول کنین دیگه تو رو خدا، مسخره بازی رو بذارید کنار، با حقیقت آشنا بشید. خب دیگه مجبورین، ولی کلن مدرسه یا فرهنگ خانوادگی متفاوت از مدرسه، رقابت را در اجتماع یاد میدهد، ولی خانواده اصول و احترام و تحمل، ولی اجتماع بچه ها را برای جنگ آینده در اجتماع، و چون اجتماع روز به روز سخت‌تر میشود، در نتیجه تربیت اجتماع انسانهای قوی بیرحم و زرنگ میخواهد. شما لب مطلب رو گفتید، ولی من میگم اونا هر کاری میخوان بکنن، ما که میتونیم در مقابلش وایسیم، تا اونجایی که میتونیم مقاومت کنیم. ببینیم حالا چه باید کرد. بریم سراغ چیزایی که براتون نوشتم. خب این ماجیک جک، دوستان به ماجیک جک دیگه زنگ نزنید، به اون شماره 703 دیگه زنگ نزنید، فقط شماره تلفن 202، اجازه بدید اینجا براتون بیارم، 695-25-73. اجازه بدین چون ساعت 3 بعد از ظهر شد، یا 1 دقیقه هنوز مونده الان شد، من براتون با پلیر 6 شروع کنم. و آقای فرخ لطف کرده بود، گفت من یه چیزی برات فرستادم برای این آگهی والنتاین، ولی فرخ جان من 2 تا مسیج روی تلفن گرفتم، چیز دیگه‌ای، موزیکی نگرفتم. ضمناً آقا فرخ عزیز قربانت گردم، شما این ویدیویی که برای من میفرستید، این نوشتهایی که برای من میفرستید، آیا تا آخرش رو نگاه کردید؟ آیا تا آخرش رو خوندید؟ اگر نخوندید، این کار کار غلط و اشتباهی هست که هر چیزی براتون میاد برای دوستانتون بفرستید، مخصوصا برای کسی که یک تلویزیون نقلی کوچولو داره، یه برنامه کوچولو داره، و اگر 30 تا دوست مثل شما داشته باشه، 30 تا نیم ساعت ویدیوی عقب افتاده آقایی که فامیلش هم اتفاقا نزدیک فامیل من هست، معتاد توی انگلستان، جیرخور مجاهدین رو برای من بفرسی، خب 30 تا 30 دقیقه میشه 15 ساعت. واقعا خیلی ساده است. حالا ما نمیگیم 30,000 تا روی فیسبوک داریم، ولی دیگه 9,000 تاش که شما دارید میبینید، 5,000 تاش اون بره، 9,000 تاش این بره، 14,000 نفر اینجا هستن. اگه هر کدومشون همین قدری که شما لطف دارین لطف داشته باشه، چپ و راست ویدیوها رو بفرسه بدونی که خودش تماشا کنه، خب کار ما زار میشه. و اگه تماشا میکنید، اگر یک چیزی رو در دقیقه‌ای میبینید، بنویس سوربی من این ویدیو رو تماشا کردم، از دقیقه 13 گوش کن ببین چه چیز قشنگی میگه. آقا این چیزای قشنگ من و شما چقدر شنیدیم تا حالا؟ چقدر؟ کدومش رو قبول داری؟ آقای فرخ تا امروز که اینجا نشستی، از روزی که فیسبوک راه افتاد، از روزی که شما تلفن تماس با دنیا مجانی شد، کدوم یک از اینایی که برات فرستادن تحت تاثیر قرارت داده؟ کدومش رو رفتی دنبالش؟ کدومش رو رفتی عضو شدی؟ کدومش رو رفتی حمایت کردی؟ کدومش رو رفتی 2 روز براشون مجانی کار کنی، درخت کات کنی، خیابون تمیز کنی؟ نکنید آقا، این کار اشتباهیه. و دیگه ما نمیتونیم، من نوشتم بابا من بیش از 20,000 نفر اینجا هستن، نمیتونم جواب بدم، ولی خب بازم دلم نمیاد. آقای خزایی میفرسته، شما میفرستی، نگاه میکنم میبینم مردی که اومده بدون اجازه شهرام سولتی آهنگش رو تو برنامهش پخش کرده. حالا ما یه آهنگم می‌خواستیم پخش کنیم، خودمون همین الان داریم فوش میدیم به اون مردی که معتاد از لندن که آهنگ شهرام سولتی رو پخش کرد، ولی براتون مینویسم برید این آهنگو نگاه کنید یا بشنوید خودتون. میگه که most people are good، میگه که من باور دارم بیشتر مردم آدمای خوبی هستند. من همچنین باور دارم که خانومها، مادرها، همشون میتونن، اینجا وقتی کلمه سینت رو میگن، مثل ما میگیم معصوم، اماما و معصومین، 5 تن آل عبا فلان اینا،
اینا منظورشون اونه، میگه همه مادرها میتونن سنت بشن. و همین شعر هست، الان من عکسش به شما نشون میدم، این آقای خواننده، من گاهی وقتی باید راه‌های طولانی رانندگی کنم، از این دیگه خبرهای زشت و بد خسته میشم، میرم آهنگای کانتری گوش میدم. آهنگای کانتری ستوری تلر هستن، یعنی داستان میگه. مثلا میگه که من بچه هم تو خونه بودن، رفتم فروشگاه چی بخرم، پول نداشتم شیر بخرم، نمیدونستم برای اون یکی که کوچولوه شیر بخرم یا برای اونی که بزرگتره مثلا نون بخرم. اینا داستاناش به خاطر همین تو دل به دل میشینه و یه چیزای مردمیه. این آقا که اسمش لوک هست میگه most people are good. حالا یه کمی هم براتون پخش میکنم، چون همینو برای اون دوستمون گذاشتم، گفتم ببین این چی نوشته. نوشته I believe kids ought to stay kids as long as they can. میگه من باور دارم بچه ها باید بچه وایسن تا زمانی که میتونن. Turn off the screen. خانم دکتر بهی جیلانی میگه خاموش کنید اون صفحه رو، حالا یا صفحه کامپیوتره، این زیر نوشته، ببخشید اجازه بدین، اینجا نوشته، لیریکش اینجا نوشته، اینم رفت روی ثانیه، ما با اون دست میزنیم این میپره اینجا کمرای سه، بله اینم آف کنم، ببخش اوکی. این نوشته زیر اینو میگه، براتون بزرگترش کنم، اونایی که انگلیسیشون از من بهتره بعدن نگاه کنن و برای دیگران هم بخوانند و بخوانیم و با سواد شویم. بله. میگه من باور دارم بچه ها تا موقعی که میتونن باید بچه باشن. این کامپیوتر و تلویزیون و اسکرین، همین صفحه ها، اینا رو خاموش کنید، برید از درخت بالا. حالا نرید از درخت بالا بیافتی پایین، ببریش دکتر بگه قرد دوای کرم بهش بدید، این کرم داشته. Get dirt on their hand. میگه بذار اینا خاک بازی کنن، گل بازی کنن. I believe we gotta forgive and make amends. بعد میگه cause nobody gets a second chance to make new old friend. میگه ما باید کمی بخشنده باشیم، خیلی سختگیر نباشیم، برای که کسی نمیتونه شانس دومی بده برای دوستی‌های قدیمی و فلان اینها. بعد میاد خیلی شعر قشنگی، حالا برای که یکم هم لهجهشو بدونید اینجوری براتون میذارم که گوش بدید و ببینید که دنیای دیگه هم به غیر از دنیای اخبار و این جنبشای ما وجود داره. بعد باز برمیگردم در رابطه با آقای افشین عبداللهی صحبت. بیا دیگه، حالا رفته دنبال ویدیو. Did this renowned mathematician buy his car drive time using the smartest online tools? I believe kids ought to stay kids as long as they can. Turn off the screen, go climb a tree, get dirt on their pants. I believe we... بس تا یوتیوب نایمدی اقامانو بگیره. فرخ میگه من به اصطلاح دخترم رو با زور نفرستادم که کاری انجام بده. She was gifted. She learned to speak and write Farsi and English, of course, with my help. And after kindergarten, she started learning piano. And her teacher, you should not stop to learn piano. It was expensive, but we to learn now. She has her own piano and when she started school they said she is gifted and she passed two class in one year. ما یه فامیلی داشتیم هر سال دو تا کلاس میرفت، وقت به اون بالاها که رسید یه دفعه درسش بد شد، اعصابش خراب شد و ما بهش گفتیم ببین حالا اگه تو هم مثل ما سه سالی یک کلاس میرفتی بالا خیلی خوب بود، گردن کلفت کلاس میشدی، میشنستی اون آخر، پاتو میذاشتی به این نیمکت و اینا، همه رو فشار میدادی،
و هیچ کم حریفت نمیشه. البته من شوخی میکنم، من هیچ وقت رد نشدم، یه سال تجدید شدم، اونم برای که هم کار میکردم و هم سالی بود که خودم هم درس میدادم. جالب بود. خب کلاس 11 آقای لطیفی من رو از یا حساب فنی یا درس فنی تجدید کرد، چیزی که اصلا مورد علاقه هم بود و درس میدادم اینها، ولی خب بالاخره اشتباه کرده بودم. خب بریم سراغ دوستمون که گفتم اینها 7 سال هست یک بیزینسی رو باز کردن و الان میخوان گولدن ایج یا سالهای طلایی زندگیشون رو به اصطلاح مسافرت برن، این بر اون بر برن و مایلن این بیزینس رو به اصطلاح واگذار کنن. من بیش از این توضیح نمیدم، فقط براتون میخونم، چون اگه خود این دوستان بخوان پیامی بذارن یا ویدیوی درست کنن من با کمال میل پخش میکنم. ما تصمیم گرفتیم که پس از 7 سال بیزینس خود را واگذار کنیم. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. شماره تلفنشون هست 203-545-3166 و چند تا عکس از محل به اصطلاح بیزینسشون هم هست که شنیدن کی بود مانند دیدن. خودتون برید ببینید، جای بسیار خوبی است. الان مخصوصا هوا عالی، دریا، بایر، هر چیزی که شما بگید الان اونجا موجود هست و زیبا. برید ببینید و با این دوستان صحبت کنید. من نمیدونم چرا این عکس‌ها رو توی این پروگرام که باز میکنم اینجوری نشون میده و اب نداره دیگه، اینم کارهایی که بعضی وقتا ما هم به نظر میاد بلد نیستیم. در اصل جای قشنگ و زیبا و خوبیه و یک بار دیگه بهتون شماره تلفنشون رو میگم 203-545-3166 به انگلیسی هم هست 203-545-3166. به آلمانی یادم رفته چی میگفتیم یکی بعد، حالا به آلمانی نمیخواد بگه، کسی بخواد دیگه شماره رو میتونه بفهمه و تماس بگیره. اینم از این در ایالت رود آیلند در شهر زیبای نیوپورت فکر کنم اسمش باشه. لطفاً مسیج را چک کنید برای اگین. یعنی چی برای اگین مسیج را چک کنم؟ یعنی همونی که نوشتید دوباره بخونم؟ قربانت گردم. او ببخشید، همون یه بار خوندن تو برنامه زنده به اصطلاح، چون خیلی دوستت دارم این کار انجام میدم و الا من به دوستان دیگه نق میزنم میگم شما باید از قبل وقت بگیری. همین آقای خسرو بهرامی عزیز که بنده خدا 4 ساعت زحمت کشیده از نیویورک آمده اینجا، من اون روز بهش گفتم اگه شما میخوای باید برنامه بذاری، مثلا من بگم جون 15 یا بهش بگم جون مثلا 11 جون 18 که من بدونم با هم وقت داریم و اینها. یه کمی اینجوری هم شما به من احترام میذاری هم من به شما احترام میذارم. حالا فرخ یه پیامی گذاشته، چشم ما گوش میکنیم چون 57 ثانیه است. اگه 1 دقیقه بالاتر بود باور کن میگفتم بعدن با هم صحبت میکنیم. گوش میدیم ببینیم ایشون چی گفته. این موزیکه هست. خب مرسی، حالا گرفتم. چرا اون روز نگرفتم نمیدونم، ولی اون روز 2 تا پیام رو تلفن گرفتم و اینجا هیچ چیزی نبود. خیلی جالبه، امروز صبح داداش من دیروز یعنی بهم گفت من یه مسیج، یه آدیو مسیج، یه پیام صوتی برات گذاشتم، تو گرفتی اون روز؟ گفتم نه. گفت حالا یکی میذارم امتحان کنیم. گفتیم باش. گذاش ما گرفتیم. گفتم گرفتم. نوشت ممنونم. اینجوری میکنه تا ممنونمش رو فرستاد رفتم گفت آقا نیستش، اینم غیب شد. دوستان به این وسایل ارتباطی خیلی ریلای نکنید. یعنی چی؟ خیلی استناد نکنی، خیلی نگید آقا من خودم برات ایمیل فرستادم. نرسیده به دست، اشتباهی فرستادی، به جای gmail.com gmail.co فرستادی رفته یه جای دیگه، .ca فرستادی رفته یه جای دیگه، و یا اینکه از 2-3 طریق مختلف بفرستید که مطمئن بشید به فیسبوک، به تلفن دستیش، به ایمیل، تا بلکه گفت چی؟
اگر همه یاری کنن این یه پیام به دست ایشون برسه. یه آگهی دیگه داریم از آقای انصاری و کتاب ایشون، بعد میان مراجع به کتاب ایشون هم صحبت میکنیم، هم نوشته خانم نیل رو از آلمان میخونیم، هم نوشته آقای پتیک رو از کالیفرنیا. ولی درباره آقای افشین عبداللهی، عزیز من، کاکو جون، داداش کوچولو، داچی، آکاکو، این کارهایی که شما میکنید بیفایده است. دلیلش هم بهتون میگم، چون 1000 نفر قبل از شما این کارها رو انجام دادن، 700 تاش الان مرده، 200 تاش فلج نشسته رو صندلی چرخدار، 100 تای دیگه‌ش هم فکر میکنه زنده است، ولی they are dead man walking، یعنی فقط نفس میکشن و راه میرن. این کارا فایده ای نداره. شما اگر به دوستان بگید دوستان در هر شهری هر کشوری که هستید به این سازمان‌های حمایت شیر خورشید، صلیب سرخ، هلال احمر بپیوندید، داوطلبانه کار کنید، یاد بگیرید در فردای آباد و آزاد ایران بیاین به سازمان شیر خورشید که من عوضش میکنم عضو بشید، و الا شما هم به ما بپیوندید. وقتی هم یکی میگه آقا چرا من باید به شما بپیوندم، شما میگی من گفتم تو ویدیو، خب آقا یه بار دیگه هم بگو دیگه. روزی 10 بار شما از من شماره تلفن بپرسید، من نمیگم آقا تو سایتم هست، میگم 202-695-2573. اگه گفتی سوربی چرا تلویزیون باز کردی، بهت نمیگم برو از سال 1998 تا حالا نگاه کن، تو یک کلمه میگم که عشق چی بود، دیوانگی بود و خانه خرابی دارد، عشق آتش بود و خانه خرابی دارد. ما عاشق این خود نشون دادن هستیم، مریضیم، دیوانه هستیم، روانی هستیم. یه عده مثل میبودی و دیگران پول میسازن، پول خوب میسازن، باهایا دعوتشون میکنن، ما هم چوب دو سر طلا هستیم. یه وقت اشتباه نکنید با چوب دو سر، ما چوب دو سر طلا هستیم. باهایا دوستمون ندارن چون حقیقت رو گفتیم، مجاهدا دوستمون ندارن چون حقیقت رو گفتیم، رضا پهلوی دوستمون نداره چون حقیقت رو گفتیم. البته یادتون باشه خیلی ها باور دارن اگه سوربی این حقایق رو راجع به رضا پهلوی نگفته بود، رضا پهلوی سال 2001 اصلا رفته بود، آقا رفته بود دنبال خرسواری، دنبال مطرب بودنش، و میگن آقا تو حتما یه پولی از رضا پهلوی میگیری که اینقدر در موردش صحبت میکنی. نه آقا، شما هم خربازی در بیاری میام درباره شما صحبت میکنم. یا علی مدد شروع کن. خب بریم سراغ تاریخ. امروز 4 ماه ژوئن سال 2018 است. بعضی ها میگن جون، بعضی ها میگن جون، بعضی ها میگن جوان. مردم دنیا هنوز سر یک کلمه و یک زبان به تفاهم نرسیدن. آمریکا هم که اینقدر به قول شیرازی ها هنونوی کرده بود، شق القمر کرده بود تو 250 سال، او چقدر جلو رفت، یه دفعه یک احمق شالاتان شیادی رو گذاشت اونجا، ببینید چی شد. ولی در رابطه با آقای عبداللهی دوباره بهتون بگم، با آقای عبداللهی گفتم ببین چند روز پیش اینجا یه خانمی هست به نام سامانتا بی، و این جوک گفت، توی جوک گفتنش وقتی گفت منم فکر کردم دیگه خیلی بیش از حد چیز رفته، و بعد همه گفتن اینو باید اخراج کنین، فلان کنین اینها. اون تلویزیونی که اینو نشون میده گفت چی ما اخراجش کنیم، تازه الان همه دنیا فهمیدن تی بی اس تلویزیون، همه دنیا فهمیدن سامانتا بی رو میتونن اونجا نگاه کنن، و هیچ there is no such bad publicity، میگه هیچ تبلیغ منفی وجود نداره. من هم الان میگم رضا پهلوی تنبله، شما میگی ای راستی کجایی، 4-5 سال هیچ خبری هست نیست، بذار برم رو فیسبوکش نگاه کنم. بعد میری میبینی ماشالله 12 تا ماده، یه نرم خودش وایستاده اون وسط کابینش رو مثلا عکس گرفت. خب این برای آگهی والنتاین آتا هست. خیلی ممنون. فقط من اگه اینو گذاشتم پخش کنم اون وقت یوتیوب یقمونو نمیگیره، این از این آزادا هست یا به اصطلاح نو لویالتی یه چیز اینجوری بهش میگه. خب ببینیم اینجا دیگه چی داریم، این از این، این از این، این از این، و سمم که برامون اون آگهی رو پرستاد 54 میلیون. باورت میشه ما میگیم آقا مای 10 دلار، مای 30 دلار حمایت کن، به دوستانی که ماهیانه کمک میکردن قبلا میگیم آقا 100 دلار 150 دلار شما ول کن،
بگو من ماهی 60 دلار، ماهی 90 دلار، ماهی 30 دلار، ماهی 10 دلار، ولی ماهیانه میدم. شما اینو داشته باشید. اونا که این کارو نمیکنن، یه دوستی هم که ماهی 10 دلار میداده از پیپال، پیپال برای من امروز نوشته ما این پول را نگه داشتیم. دوستان پیپال یک دزدی رو گرفته، دو تا جنایتکار، یکیش که تو کالیفرنیا و یکیش اینجا، اینا گرفتن. چرا میخواستن 10 دلار بفرستن؟ تازه 50 سنتش هم این پیپال میخواسته خرخور کنه، ملاخور کنه، هر چی بگی دزد سر گردنه. اینا وقتشونو به این چیزا گذاشت. وقت میلیاردها دلار این ور ور دزدی میشه. یه دوست نوشته بود خلبان ها در شیراز و بوشهر و اهواز و اینها اعتصاب کردن و گفتن که ما این چمدون های آخونده رو نمیبریم، اینا پر پوله. میگم یعنی شما هنوز باور دارین این آخونده این همه دزدی و اینها هنوز بلد نیستن که یه چیزی هست به نام بانک، یه چیزی هست به نام وایر ترانسفر؟ آقا اینا تو امامزاده هاشون کردیت کارت گذاشتن، از مردم با کردیت کارت، با نمیدونم چارج کارت پول میگیرن. اون وقت میان صندوقچه برن از بازار وکیل بخرن، توش طلا بریزن تو هواپیما ببرن. اینم مثل اون خبری بود پخش کردیم 18 میلیارد دلار با کامیون بردن سر مرز گرفتن، ترکیه هم گفته من این پولو میگیرم، مال احمدی نژاد بوده. به خدا ملت عجیبی هست. یه وقت این ور نشستیم مثل نابغه ها صحبت میکنیم، یه وقت این ور میشینیم مثل خلوچلا صحبت میکنیم. آقای عبداللهی هر وقت دوست داشتی یه پیام 5 دقیقه‌ای بفرست تا من اونو برات پخش کنم و در خدمتت باشم. ولی قبل از اون بریم سراغ آقای انصاری و کتابش و تبلیغ خوبی که اینا درست کردن. عکس‌ها رو برای من فرستادن، ما این عکس‌ها رو گذاشتیم و بعدم دیدم که یه دوستی، دوست آقای انصاری، هر کیه چون من اسمشو نمیدونم، فقط صداش شنیدم، یک چیزی فرستاده، نواری، ما اون رو هم گذاشتیم، انصاری آمازون. اینه، حالا برای شما پخش میکنیم قسمت 2. بله، پلیر 2. این ناگفته هایی از تاریخ معاصر. بذارید من فقط اینم صدا داشته باشه. 100% با هم هستیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که یکیست و هرچه هست از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست. حضرت عیسی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید حقیقت را پیدا کنید و حقیقت شما را آزاد می کند. برای آینده بهتر باید گذشته خود را بهتر بشناسیم، به خصوص اگر هدف گروهی برگرداندن گذشته به آینده باشد. به لطف و بزرگی حضرت حق و به شکر او، به اطلاع تمام علاقمندان به تاریخ معاصر ایران میرساند که کتاب سوم احمد علی مسعود انصاری به نام ناگفته هایی از تاریخ معاصر که مکملی بر کتاب های من و خاندان پهلوی و من و رضا می باشد، که شامل مصاحبه ها، مقالات و جوابیه های احمد علی مسعود انصاری است، توسط شرکت آمازون منتشر شد. از جمله عناوینی که می توانید در این کتاب از مصاحبه ها، مقالات و جوابیه ها مطالعه بفرمایید به شرح زیر است. 1. چرا شاه از ایران رفت؟ 2. تلاش های هاشمی رفسنجانی برای عادی سازی روابط با آمریکا. 3. سقوط شاه از نگاه نزدیکان فرح پهلوی. 4. فرح با فساد اقتصادی مخالف بود. 5. سقوط سلطنت تقدیر الهی بود. 6. آیت الله شریعت مداری، شاه و احمد علی مسعود انصاری. 7. نقش فرح و یاران در انقلاب ایران. 8. پیدا و پنهان رضا پهلوی. 9. جبر و اختیار. 10. پاسخ به اظهارات فرح پهلوی. 11. پاسخ به شعبان جعفری و 12. پاسخ به پرویز ثابتی. علاقمندان می توانند این کتاب را از شرکت آمازون خریداری فرمایند
برای کسب اطلاعات بیشتر به توضیحات و لینک زیر این ویدیو توجه فرمایید. این لینک زیر هم همون آمازون و چیز هست که به صورت شورت لینک درستش کردیم که خیلی ساده باشه و این را هم بعد توی فیسبوک میذارم. در هر صورت این کتاب رو من دو شنبه پیش رفته بودم یک جایی و وقت پیدا کردم اونجا نشستم خوندم، کتاب جالبی با وجود که من دوتا کتاب قبلی رو نگاه کردم، مدارکم نگاه کردم و اینها، به شما پیشنهاد میکنم، ولی خیلی جالبه. آقای عبداللهی عزیز کاکو جون، شما نوشته های من رو بخون. من الانم گفتم به نظر میاد سوء تفاهم شد، ولی دیگه الان از سوء تفاهم گذشته. من به شما گفتم من تو برنامه خودم حرف خودم رو میزنم، شما تو برنامه خودت جواب بده یا ویدیویی برای من ارسال کن من تو برنامه نشون میدم. شمایی که وقتی صحبت میکنی حتی اسم من رو میترسی بگی که مبادا یکی از بینندهای شما سوربی رو بشناسه، آخه کاکو جون ما اگه نخوردیم نون گندم اقلا دیدیم دست مردم، دیدی من چقدر اینجا راحت میگم، دیدی چجوری صحفت رو نشون میدم، دیدی چجوری تبلیغ میکنم برات مجانی. نترسید، این خسیس بودن ما، چشم تنگ بودن ما، ای کاش چشم تنگ بودیم مثل این ژاپنیا چاینیزا، یا تکنیکمون خوب بود یا ریاضی، خسیس هستیم. یک نفر، آقا این یک نفر اسم داره، اسمش کاکوستروبیه، تلویزیون مردم آمریکان. نترس، به مردم بگو تا بیان ببینن من چی دارم میگم. میگم آقا سازمانی که وجود داره دیگه، شما نوینش برای چی باز کردی؟ بیکاری؟ به ثبت رسوندیش؟ ما کجا بیان، چجوری بیان رجیستر کنیم؟ حالا من داوطلب شدم از آمریکا، میخوام کجا رجیستر کنم؟ صفحه رجیستر شما چیه؟ از شما پرسیدم اساسنامه رو برام بفرست. اساسنامه باید داشته باشه، بیلا باید داشته باشه، منیفست باید داشته باشه. هر کسی، به شما نمیگم، هر ننه قمری که نباید یک سازمان، وزارت آموزش پرورش جدید سربی، آخه که چی؟ این همه باز کردید به کجا رسیدید؟ چند تا سازمان داریم، چند تا جنبش داریم، چند تا جبهه داریم، چند تا رهبر داریم. یه نفر برای من یه چیزی فرستاده بود، یه خانمی با آه و زاری 25 سال کیش رو دادن اجاره. میگم خب این قراردادش کجاست و حالا میخوایم چه کار کنیم؟ کیش رو دادن اجاره، آقا ترکمنچای رفت، قرارداد فلان رفت، رودخانه فلان رفت، شهر فلان رفت، بحرین رفت، آخونده هم که مادرش خان کرم بود بداد از چپ و راست از فلان رفت. اوکی، چه کار کردین شما؟ تازه کی نوشته؟ یکی از اینایی که جزء همین ارتشیا هست که همشون هم ارتش بودن. خیلی ها ارتش نداریم ولی ارتش بود داریم. ما غلط کردیم آقای عبدالله. موفق باش کاکو جون با این سازمان جدید و نوین شیر و خورشید. آقا من شیرازیم، فارسی خوندم، میگم یعنی چی به شما بپیوندم؟ شما تو آلمانی، من تو آمریکا هستم. من اگه بخوام به جایی بپیوندم میرم این فیرفاکس، اینجا یه جایی هست، روزای شنبه و یه شنبه احتیاج دارن بری گوه سگ و گوه گربه ها رو تمیز کنی، میرم اینجا کار میکنم. این بغلمون بیمارستانه، میرم اینجا وای میسم. یکی که میاد میگه من طبقه 202، طبقه اتاق 202 هست، کجا باید برم برای که این بدبخت حالا گلدونم دست شهی نچرخه، میگم بیا من نشونت میدم، میبرمش تو آسانسور، میبرمش بالا تا دم در اتاق 202 میبرمش، میگم این اتاق 202، ببین مریضت همینه؟ میگه بله. اینا رو یاد مردم بدین. حالا سازمان شیر و خورشید هی هم داری زور میزنی که وصلش نکنی به شاه اولان. بله، اصلا زمان شاه نبوده، پیدایشش مال زمان قبل از شاه بوده. که چی؟ آقا 57 سال این سازمان شیر خورشید داشتی، ضمناً سر چهار راه پارامون نبود، دم باسکول نادر بود، یه شیر خورشید اونجا،
یه شیر و خورشید هم دم شیشیگری بود که تاکسی جرأت نمیکرد این زنایی که اونجا کار میکنن ببره برسونه اونجا. کاکا جون شما هر چی میخوای قلو بیا، ببخشید به قول خودمون شیرازی ها چوسی بیا تو برنامه ها. منی که شیرازی هم وقتا یه چی میگفتن، میگفتن نمیدونم جلو پهلوان که فلان نمیکنه دیگه، کوتاه بیا. اوکی دست ممنون. خب دوستان ساعت 3:28 هست، ما هر دقیقه ای سعی میکنیم برای خودمون یه دشمن درست کنیم، تا حالا هم در کارمون بسیار موفق بودیم. جبهه ملی رو گذاشتیم کنار، بریم سراغ پتیک. پتیک یه چیزی نوشته، من معمولا چیزای اینجوری از پتیک نمیبینم. نوشته ماجرای ممه های درشت. درشت ملکه. روزی روزگاری مملکتی بود که یک ملکه داشت با سینه های بسیار زیبا و سفت و درشت و آبدار. شوالیهی به نام نیک هم به همین علت علاقه شدیدی به ممه های خدا رو شکر. همین که شما میگین شوالیه، تو آمریکا میگن کبلیه، این یعنی کاری به ایران و دوستانی ندارم که فوش خار مادر میدن، اینا تحمل جوک دارن. در صد چون نخوندمش بزن نخونم، بریم سراغ آقایی که بهایی هست و سالها با ما هست، بعد ببینم این چیه، چطور شده یه دفعه پتیک رفته توی ممه های ملکه. ممممم تریپل ام ممه ملکه نمیدونم. خب آقا شما به من بیار نشون بده ما کجا قرار شده با شما، بیار ببینم نوشته چجوریه. شاید من فنگلیش نوشتم کجا قرار شد با شما. ما گفتیم آقا ما سلام چی میکنیم، صحبت میکنیم در این باره، شما گوش کن، اگر وقت داشتی پاسخ بده. شما هم نوشتی که من اگر وقت کنم به شما پاسخ میدم. بعدم ویدیو درست کردی، ما رفتیم ویدیو رو هم ضبط کنیم، یوتیوب یا فیسبوک بود نایزاشت، گفتیم خب ولش کن دیگه. بله. و اما مصطفی محمدی پسر رجوی مرحوم، بذارید براتون اینجا روشن کنم بهتون نشون بدم و بخونم. مصطفی محمدی 16 فوریه 2015 و من بارها از مصطفی شنیدم که پدر من 100 برابر دجالتر و ظالمتر و خونخوارتر از رژیم است و از رجوی به عنوان پدر نام نمیبرند. خودتون این بالا نوشتید پدر من، بعد اینجا گفتید که از به عنوان رجوی به عنوان پدر نام نمیبرند. و میگفت این ناپدر ستمکار چه ظلمها که بر من تنها فرزندش روا نداشته و هرگز روی خوشی را ندیدم و این چنین می شود که به امر خدا فرمان حق جاری می شود و موسی در دامن فرعون پرورش برد. موسی خیابانی، آذر رضایی و اشرف ربیعی کشته، اما پسر خردسال مسعود و اشرف زنده ماندن. زنده ماند. بعد از پایان عملیات اسدالله لاجوردی جلوی دوربین از پدر بزرگ مصطفی رجوی خواست که مراجعه کند و بچه را تحویل بگیرد. مصطفی بعدها توسط خانواده به پدرش تحویل شد. من تو ایران بودم، این ماجرا یادمه. از چیز عبداللهی من از همین دوستت دارم، میگه آی سوری من با این حرفات دشمن شما نمیشم. خب این نشون میده فهم و شعورت بالاست، مثل اون مخالفین بیشعور من نیستی که با یک کلمه دشمن بشی. خیلی خوشحالم اینجوری تحملتم ما میبریم بالا. میدونی یه مربی که یه مثلا کشتیگیری رو هی بهش میگه 100 تا شنا برو 50 تا کلاغ پر و اینا، داره تحملش میبره بالا. میبینی حالا همینه مثلا از شاگردای دیگه‌اش بیشتر دوست داره. البته شما شاگرد من نیستی، شما برادر من هستی و من جایی به شما اگه گفتم بیا تو برنامه از شما عذر میخوام. من شما رو دعوت کردم تو برنامه، اومدی چند تا از ویدیوهاتو نشون دادم، بعد دوستان گفتن آقا این که نصفش آلمانیه نصفش فلان وقتمون تلف میشه. به شما گفتم نصف فارسیشو برای ما بفرست، شما نکردی. ما گفتیم خب وقتی که نمیکنه برای کسی بمیر که برات تب بکنه، یا برایش شیرازی هم میگن برای کسی بمیر که برات تب بکنه. خب در صورت این ماجرا رو من از تلویزیون دیدم که حمله کردن اینها و این اسدالله لاجوردی هم این پسر جوان رو که فکر نمی‌کنم بنده خدا اون موقع 2 سالش هم بود آورده بود، و همین عکس رو که می‌بینید ما تو تلویزیون اون موقع دیدیم و همین حرفی که می‌زنه که این بچه گناهی نکرده و پدر و مادر
مادر بزرگش میتونن بیان بگیرن این رو. ماجرای مصطفی رجوی که از سازمان مجاهدین جدا شده بذار اکثر بهتون نشون بدم. حالا خیلی جالبه، خیلی ها حسرت زندگی اینه میخوردن تو سازمان که آقا تو اگر تو سازمانم هستی با پدر بی عرضت هستی، نمیدونم این نامادریت هم اینجاست، ناخواهریت هم اونجاست و وضع بدی نداری، اینجام که نشستی بغل دست این خل میخنده اینجوری. بله، ولی قراره که اگر این آقای مصطفی محمدی دوست داشته باشه بیاد توی برنامه و به ما بگه که نظرش درباره این آقای رجوی که بالاخره پدرش هست دیگه، اینو نمیتونه امکار کنه. بله، خیلی ممنون. میگه که عبداللهی شما هر جور دوست داری مسائل رو مطرح بفرمایید، از تبلیغات منفی شما بسیار متشکرم. اینم این. و حالا که اینقدر گلی، اجازه بدید من صفحتو مجانی نشون بدم. و به نظر من شما اگه فردا میخوای اسمی یه نفر رو ببری، دیدی الان من آقای میبودی فان خیلی زنگ میزد به من میگه من تو خیلی دوست دارم فلان بیسار اینا، ولی اینا میترسن اسم منو ببرم عبداللهی. و اینجا هم بنویسیم عبداللهی پیج افشین اینا. ماشاءالله، بفرمایید دوستان. ایران ما، من یه مدت اینو میخوندم ایران ما، و ایران ما اینجا یه تلویزیونی بود که خانم شهره عاصمی داشتن. بعد گفتن بابا ولمون کنی، هر روز میام میشینیم اینجا مجانی وقت میذاریم. و رفتن اون برنامه های هر سال رو که جشن یا فستیوال نوروزی هست میذارن، خیلی هم موفق هستن. امسال هفتمین سالش هم برقرار شد. دوستان، ویدیویی که آقای افشین عبداللهی بچه بلوردی عبیوردی خودمون در آلمان تهیه کرده راجع به جنبش یا چی سازمانه، بذار من پستاشو نگاه کنم. about مثل اینجا نیست نه؟ در اینم هست، دو تا صفحه داری، یکیش پیجه یکیش خودت هستی. بله، خودش مثلا رفته تو آلمان داره قشنگ کار میکنه با این دوستان، خیلی کار خوبیه به نظر من، آفرین به شما. چرا؟ شاید من افشین عبداللهی باید پیج معمولیشو بزنم. آها، یکی دیگه هم اینجا داری، بایستو ببینیم اذیت میکنی یا ببین. بله، جمعیت شیر خورشید سرخ ایران. اگه نوینه چرا اینجا نوینشو ننوشتی؟ اگه نوین نیست چرا اونجا نوین مینویسی؟ عذابمون نده، ما رو سر کار نیزن. چرا ایران یکی از کشورهای نخست افسردگی در دنیاست؟ ویدا قهرمانی این آقای ملا فلان. چرا به سازمان شیر و خورشید سرخ ایران بپیوندید؟ دوستان این ویدیو رو برید نگاه کنید. و من نگاه کردم، حالا ایشون یا من منظورش بودم یا دیگران هم همین سوال کردن، گفت که یه نفر سوال کرده آقا این یه نفر اسم داره، فامیل داره، ننهی، بوهی، خاری، برادری، والا نکنید همچین. بی انصاف، تو که قانون رسانه رو به رخ من میکشی. من یکی از معدود افرادی هستم که جلوی این دوربین نشستم و اقلن 3 مدرک چوسکی در رابطه با مدیا گرفتم. یکیش بهش میگن PA پردوسر اسیستن، یکی دیگه بهش میگن TV هوست یعنی مجری برنامه، یکی هم از بس دیگه انجام ندادم یادم هم رفته بهش میگفتن CG کامپیوتر گرافیک. این 3 مدارکشو دارم بهت نشون میدم. به یکی از اینا بگو آقا شما رفتی یه جا یاد بگیری سیم میکروفون چجوری بکنی تو سوراخش، نکنی تو سوراخ گوش خوده. حالا با همه اینا شما میای میگی طبق قانون رسانه. من 2 قانون رسانه رو باید رعایت کنم، یکی کانادا یکی آمریکا. این FCC اینجا قانونش ایه که اگر من از یکی صحبت درباره یکی صحبت میکنم بهش بگم که شما هم حق داری در این مورد نظر بدی. حالا من اجازه دارم این حقش رو چکار کنم؟ میتونم شما رو بذارم آخر برنامه، از اول برنامه به هیچ کی نگم امروز آخر برنامه به عبداللهی صحبت میکنم، کلک بزنم. یا میتونم بگم آقا شما جواب من رو، من 2 سوال ساده کردم،
نوین یعنی چی؟ یعنی هر سازمانی 100 سال ازش گذشت باید نوین بشه؟ شما شدیم مثل دوستان بهایی، پیغمبراتون برای 1000 سال خوبن؟ خب دیگری این که شما به ما بپیوندید. به کی بپیوندید؟ این دیرکتورای این کیا هستن؟ بورد آف دیرکتور شما کی هستن؟ کجا انتخاب شدن؟ این هم یه سازمانی مثل مال آقا رضا پهلویه، 4 تا کور و کچل جمع شدن فرانسه، اون خسرو فروهر بود آمد گفت که آقا اینا تقلب کردن، اون امید دادان بود اومد گفت اینجوری، اون آقای زرابی اومد گفت اونجوری. حالا زرابی میگه آقا من کور کچل نیستم که. زرابی هم پسر خیلی خوبیه، آدم خوبیه، مرد خوبیه. خب دستان ممنون و متشکرم دوستان. صفحه آقای افشین عبداللهی رو ببینید اینجا، و این ویدیو هم این پایین هست، چند تا که میاد پایین تر. حالا اگه لطف کنه همین دوباره بذاره بالا، چرا به سازمان شیر خورشید سرخ ایران بپیوندیم؟ پاسخ خود را در این برنامه ببینید. برای عضویت به آدرس زیر مراجعه کنید. حالا ما میریم آدرس زیر، خب ببینیم چی میگه. بالاخره یه برنامه ای هم ما تحقیقی باشیم. بذارید من صفحه رو بهتون نشون بدم که شما رو دارم میبرم آدرس زیر. ولی معمولا اینها چون مثل من صفحات ارزون میخرن، وقتی دنبالشم میگردی یه نیم ساعتی طول میکشه تا لود بشه. اب نداره دیگه، بالاخره باید پول که نداریم، باید هر یه پنی که میتونیم سیف کنیم. بالاخره لود شد. اون روز رفتم صفحهشون اشکال داشت، لود نشد. شما به من بگو آقای عبداللهی چند نفر ایرانی میشناسی که اگه آمد رفت صفحت لود نشد نشون نداد، فوری نگو آقا کونه لقش، اینم که کارش خرابه ول کنه بره. چند نفر میشناسی که بیاد بگه آقا جون صفحت کار نمیکنه، عکس بگیره برات بفرسته؟ خب دوستان ما میریم اینجا ببینیم توی این سازمان نوین شیر و خورشید سرخ ایران کجا حق عضویت اساسنامه اینها هست. تا اینجا هیچ لوگوی من نمیبینم. باز میرم بالا یه چیز چشمم خورد، اینجا نوشته سازمان نوین شیر خورشید سرخ ایران، که من پیشنهاد میکنم شما یه لوگو بذار اینجا از این عکس این نحسی که بهتره که. اوکی میام اینجا. بعد نوشتن عضویت، حالا میریم تو عضویت. آقا جون یه این سایتی از اینترنتای بهتر بخر که زودتر بیاد. این چاینیزا و راشا و اینا یه دو دلار ارزونترن، ولی پدر صاحب بچه رو در میاره. متقاضیان محترم، درود و سپاس از تمایل شما برای عضویت در سازمان نوین شیر خورشید سرخ ایران. جهت ثبت نام در این سازمان از شما خواهشمندیم متن درخواست خودتان را با ذکر نام، نام خانوادگی، کشور، محل سکونت، راه‌های تماس با شما، میزان آشنایی، همکاری شما با جمعیت صلیب سرخ. و آقا من همکاری نکردم. بعد شما همه این اطلاعات رو می‌خوای، تازه به من میگی که جهت ثبت نام من درخواست کنم؟ شما یه حزبی، یه جنبشی، یه جمعیتی باز کردی، داری عضو جمع میکنی، داری داوطلب جمع میکنی، اونا میان، شما باید بهش بگی این شرایط ما. حالا شما اگه میخوای اسمی نیست، نام و نام خانوادی، کشور و محل سکونت، تلفن و تماس، ایمیل شما، میزان آشنایی همکاری شما با جمعیت صلیب سرخ جهانی کشور، تمایل شما به نحوه فعالیت در سازمان نوین شیر خورشید سرخ ایران. آقای عبداللهی سوال کن از همین آقای اوسانلو که الان ازش بیخبرم چند مدت، اگه خبری هم داری برام اینجا بنویس. نه نه ساخت آلمان نه عزیز من، وبسایت اون شرکت، من اگه بزنم معلوم میشه پشتش که مال کی هست و چه شرکتیه. شرکتایی که به شما این وبسایت رو دادن بهشون بگو چرا اینقدر سلوه. بگو آقا کسی که تو کامپیوترش هم داشته وقتی میزنه نیم ساعت میچرخه سرپرک میگیره تا این لود بشه. شاید شما عکس‌ها رو مثلا به جای 75K، اولا من بلد نبودم این کارو می‌کردم، می‌ذاشتم 2 مگابایت. عکسی که دم دستم می‌رسه می‌ذاشتم اونجا، همین جاوید ایران احمق. و بعدم یه مدت این دوست باهائیمون آقای استادی سیرکل اون کمک من کرد، گفت آقا تو وبسایت تو خیلی لود کردی، سنگینه. گفتم یعنی چی؟ گفتم اینجا میزنم زود میام. گفت برای که تو کامپیوتر خودت هست، اونای دیگه که میخوان بیان این عکس 1 مگابایت 4 مگابایت اینا رو پاک کن، 70 کیلو که بذاری همون کار رو انجام میده. در اصل من فکر کنم وبسایتتون اگه از جای خوبی هست، از اگه ما 10-12 دلار براش میدی، اینجوری نیست که یک سال 12 دلار
لودش زیاده، سنگینه، ساخت آلمان هست. ولی برگردیم منصور حسانلو، من همین کار رو در رابطه با یک جنبش آقای منصور حسانلو، هنوز از راه نرسیده بود، نمیدونم پیرن عرقدارش رو در نیاورده بود خوش بشه، یه جنبشی راه انداخت به مردم گفت بیان ثبت نام کنید. جنبشاش هم که دیگه دیدی شما، جنبش ما میشینیم شما برو، جنبش شما برو خودت که کشتی به من خبر بده من میخوام بیام رهبر بشم، جنبش کارگرانی که اصلا یک روزم در زندگیشون کار نکردن، ما گفتیم خب بذارید ثبت نام کنید. در مقابل چشمان مردم ثبت نام کردن. حالا میخوای با صفحه شما این کار انجام بدم؟ چشم. بعد برش نوشتم آقا این که اصلا قطع میشه، میره یه جای دیگه برای خودش هر کاری میخواد انجام میده. بعد گفت شرمنده، دوستان دارن روش کار میکنن. گفتم آقا اول کارات انجام بده بعدن بیا. شما اگه ببری مردم رو باغ، بله همونجا باید میشه کباب درست میکنی، ولی اگه مهمون دعوت کرده باشی گفته باشی نوی شب بیا خونه ما، دیگه وقتی مردم اومدن که بهشون نمیگه حالا این آردو بگیر برو خمیر کن، این گوشتو بگیر برو کباب کن، این برنجم بگیر برو بپز، میخوایم با هم بخوریم، طرف میگه مرد شورتو ببره. سر خیابون یه خرید بودم خورده بودم، نام خانوادگی، حالا ما می نیستیم، بفهم ما که از کسی ترسی نداریم، هر جا آشه کچلک فراش. من کشوری که توش زندگی میکنم باید بنویسم یا کشور ایران رو بنویسم؟ حالا اینجا بنویسم USA کشور و شهر، شهرم فیرفکس بنویسم، ویرجینیا بنویسم. تلفن تماس 202-695-2573، ایمیل شما usa.sorbi@gmail.com. میزان آشنایی و همکاری با شما با جمعیت صلیب سرخ، خاک تو سرم، بفهم خاک تو سرم، هیچ وقت در ایران کار نکردم باهاشون یا براشون. اوکی خوبه این؟ تمایل شما به نحوه فعالیت در سازمان نوین شیر خورشید ایران. خب ببینم من چی باید بگم. حالا آقای عبداللهی از اونجا نوشته قسمت آموزش رو هم باز کنی. عزیز من اول آموزشمون میدادی بعد میفرستادیمون اینجا، نه اول فرستادیمون اینجا حالا میگی برو آموزش. همین نشون میده غلطه. شما اول آموزش، آشنایی. تمایل شما به نحوه فعالیت در سازمان نوین شیر خورشید، من میخوام بشم مدیر کل، مدیر کل قربونت برم، شما باید بیای بنویسی ببینی چه پوزیشنایی، چه شغلای بازه. یکی میخوایم زخ پانسمان کنه، یکی میخوایم بره آب یخ بیاره، طرف میاد. و الا شما شدی آقا رضا پهلوی، چی کار میخوای بکنی؟ برو مصاحبه سوربی با رضا پهلوی رو نگاه کن. مصاحبه که نه ازش سوال کرده، میگم آقا تو سرت بخوره، قسم خوردی که شاه هستی. میگه نه من میشینم ببینم مردم میخوان من چه کار باشم. بعد ما گفتیم آقا شما بیا مطرب باشو. همین سعید میگه آقا چرا بهش میگی بیا مطرب باشو؟ او یکی دیگه میگه آقا من اگه نمیدونم تنبکم داشته باشم دستی نمیدم. آقا معلومه که تنبک دستی نمیده، تنبک دست هیچ کس نمیده، تنبک باید دست یک کس بتون بزنه. این آقای سعید کابوسی تنبک قشنگ میزنه. اصلا بعضی وقتا آدم تعجب میکنه با این 10 تا انگشت چجوری این همه صدا در میاره. کاکو جون این سازمان شما قبل از اینکه بذارش اینجا باید با یه مشت آدم ایرادگیر نشون میدادی. من میخوام یه همچین سازمانی درست کنم، به نظر شما این کاری کردم درست یا نه؟ اینجا بهشون میگن اینایی که کوالیتی کنترل میکنن یا چک میکنن قبل از اینکه یه پروداکشنی بیاد به چیز اصلی، تازه با همه اینا بعدش اشکال داره، باز میگن اشکالات رو رفع کنید. تبلیغ مجانی بس برای این دوستمون، بیایم سراغ برنامه خودمون. خیلی ممنون که همونجوری که گفتم تحملت زیاده و پوست مثل پوست خود من کلفته. رحمت و لطف اسلامی در ایران، اینم داشته باشید، اینم داشته باشید. خب سلکت ایریا، میبینید که این آقای آخوند چجوری با مشت و لگد افتاده به جون یه نفر. خب من برای این دوستم که اینو فرستاده نوشتم آقا ناراحت نباش،
به زودی اینها هم دورشون میگذره و زیر دست پای ملت خورد میشن. و خود خمینی گفت بترسید از روزی که ملت ماها رو تکه تکه کنن. حالا ببینیم اینا چقدر عاقل‌تر از شاه باشن این حرف خمینی رو اقلن گوش کنن. بدبختیش به اینه که خمینی انقدر دروغ گفته که خدا آخونده هم حرفش گوش نمیدن. حالا ببینید دوستان خوشتون میاد، من اونو نشون دادم، اینم بلا فاصله حاضر شد. بفرمایید. فقط در تلویزیون مردم، هیچ جای دیگه همچین امکاناتی نیست. آقای مهندس شماره 4 نشون بده. نه آقا، این که عکس خودمه که رفتم کازینو، شماره 4 دومی رو نشون بده. کرخه بلد نیست بگه 8، میگه 4 دوباره از 1 میشماره تا 4، میگه نه این 4 اون 4 رو نشون بده. اینا مجریای تلویزیون ما هست. ببینید با هم دیگه آقای خمینی رو و چقدر قشنگ گفته. بفرمایید. این مردمی که شماها را روی کار آوردن، این مردم کوچه و محله و مردم زاغهایی که شماها را روی مسند نشوندن، ملاحظه اونها را بکنید و این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشه. از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشه و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما رو میده. خب خوشتون اومد. حالا شما از این بهتر و جالبتر صحبت آقای عبداللهی به من که آقا وبسایت من که خراب نیست که، سرعت شما کمه. من اینم جلو شما آزمایش میکنم، نمیدونستم که الان ایشون همچین چیزی مینویسه که فقط ببینید وضع جامعه ما چقدر خرابه، چقدر ما دوستان اصلا به همدیگه اطمینان نداریم، چقدر نمیخوایم قبول کنیم اگه یک کسی آمد گفت آقا این اشکال داره. من براتون اینجا توی این قسمت عضویت، حالا میزنم speed test، دیدین تا زدم اومد speedtest.net. آقای عبداللهی شما هم این کار اونجا انجام بده، برای من بفرست بیاد ببینم که اسپید شما یا سرعت شما چقدره، اسپید ما و سرعت ما چقدره. خب اینجا هم نوشته go، برو تو ببین، بشین بشمار. آقای دوستان این بالا نوشته پینگ 4 میلی سکند، یعنی 4000 ثانیه کامپیوتر ما هی پینگ میفرسه، هی پینگ برمیگرده، 4000 ثانیه. سرعت دانلود کامپیوتر ما و اینترنت ما چون بیزینس هست و گرون میدیم، ما 190 دلار 200 دلار میدیم فقط برای اینترنت، دانلودمون هست 563.14 Mbps مگابیت پر سکند. آپلودمون که داریم ویدیو میفرستیم و اینها که 10 کافیه، ما داریم 897.83 مگابیت پر سکند. این مگابیت نیست، من اولا اشتباه میخوندم میگفتم مگابیت. حالا یه عکس خوشگلم از این میگیرم به عنوان کارت تبریک برای بچه بلوردی میفرستم. اینم از این speed اینجا مینویسم speedtest.net. حالا شما وظیفه داری وجدانن خدایی مال کامپیوتر خودت، نری تو یه اداره دولتی اونجا بزنی، مال کامپیوتر خودت، مال خونه خودت بزنی به ما نشون بدی ببینیم چقدره پینگ. بهتونم گفتم قبلا پینگ اینجوریه، شما کامپیوترت یه پینگ میفرسه، اونا یه پینگ میفرسن. این کلمه پینگ پونگ هم از این اومده، تق 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 تق، 4000 ثانیه دانلود. شما اگه یه فایلی برای من بفرسی
که 500 مگابایت بیت باشه کمتر از یک ثانیه طول میکشه تا من دانلودش کنم. اگه من بخوام یه عکسی برای شما بفرستم که 897 مگابیت باشه یا هرچی، کمتر از یه ثانیه طول میکشه که ارسال بشه. وقت شما از اونجا میگی اینترنت شما کم سرعت است. دوستان همه تون برید وبسایت ایشون رو امتحان کنید، البته یادتون باشه قبل چای خورده باشین، دستشویی رفته باشید، بشینید، اون وقت منتظر این که وصل بشید. کارمون خرابه کاکو جون. من 5 سال با شما ایرانی ها بودم، 1998 تا 2003 همش میگفتم چی چیه، کجا به کجا، گفتم آها 3 تا کلمه. کارمون خیلی خرابه، درست مشکل ها حل شد. ممنونم از درخواست و عضویت شما در خصوص همکاری با سازمان نوین. نه عزیز دلم، باید جواب ما با ایمیل بیاد، جواب منی که روی اینترنت درخواست کردم. شما نباید بشینم از سر کار که میای به من جواب بدی خیلی ممنون، اوتوماتیکلی باید ریسپاند کنه. ریسپاند یعنی واکنش نشون بده، به من جواب بده. شما برو رو وبسایت های آلمانی، برای یکیشون که میفرسی مینویسه درخواست شما رسید، اولین فرصت با شما تماس میگیری. عزیز دلم، راه طولانی در پیشه. آمریکایی‌ها میگن you don't know how much you don't know، میگن شما نمیدونی چقدر نمیدونی. بدبختی ما اینه که تا یکم میدونیم فکر میکنیم این همه دانش دنیا در میبندیم. شما شاه رو نگاه کن، دیپلم نداشت، دیپلم تو سرش بخوره. ارتش هم که رفته بود میرن میخوابید، باباش اومد یه روز تیپا زد تو کونش، گفت ساعت 3 بعد از او گرفتی خوابیدی مردک، پیرمرد بازنشسته تریاکی هستی، بودو برو. کارمون خیلی خرابه. حالا شما ارتش نوین شاهنشاهی درست کن، اون آقای امیر آریا منصور میاد نمیدونم میشه ارتش بود، اون یکی دیگه دوستون بدون براتون پیدا کنم، این 25 سال کیشو دادن اجاره، دادن اجاره. من تا امروز از کیش چه سودی گیرم میمده که حالا که بدنش به چینیا چه سودی گیرم بیاد. توی فیلم همین ارسیه پدری نگاه کنید، شاه میگه ما تا پارسال نگران بودیم که بودجه چیشی میگفتن کمبود بودجه چه کار کنیم، ولی از امسال حالا نگران شدیم که این زیادی رو چه کار کنیم. گفتن یکی از این خاک تو سرایی که دورت بودن نگفتن آقا این پولا رو بده مردم، حداقل مردم ایران که پولی و دنبال مفت هستن اینا دوست بشن. اگه حالا نمیدونیم با این پولای زیادی چه کار کنیم، برید ببینید این فیلمو. اگه کسی هم لینکی داره یا میدونه از کجا بخرم من اینو بفرسته، من میخرم نشون تو میدم. بالاخره گشت، ما که میخواستیم وطن فروش باشیم حالا خر شدیم، ما برای شما ویدیو بخریم. شما که ماشاءالله خر نیستید، هیچ کدومتون حاضر نشدید بیان وطن منو بخرید که دو تا وطن داشته باشید. از این بر بگی وطن 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 مثل پاندول ساعت. ما آقا همین یکی هم که داشتیم برای شما، همین آلمانو اینجا رو که داریم بستم. خب ساعت 3:56 شده، به حساب خودم 60:56 116 116 دشمن تا حالا درست کردیم برای خودمون. البته نه، بازم آفرین برای این آقای افشین عبداللهی. بهت گفتم که بهترین دوست من تو هنرستان غلامرضا عبداللهی بود، بعد بهروز قاسمزاده، و بسیار مرد زحمتکشی بود غلامرضا عبداللهی. چرا بهش میگم مرد؟ برای که اون موقعی که ما پسر بودیم و فکر بازی و والیبال و بسکت و کشتی و اینها بودیم، این مرد خونه بود. باباش فوت شده بود و این از مادرش و خواهرش نگهداری میکرد، تو هنرستان درس میخوند، بعد از دوران میرفت شیشه بری و خیلی آدم موفقی بود. خب یکی گفت چه دنیای بدی، حتی شاخه های گل هم خار دارند. دیگری گفت چه دنیای خوبی، حتی شاخه های پرخار هم گل دارند. عظمت در تفکر است نه در چیزی که این آقای شهرام ایران بومی میگه. شما ایمیل خودتون رو چک کنید. خب نه عزیز من،
این که شما الان میفرستی بند دور، باید اتوماتیک وار از اونجا بیا. کاکو ما رو سر کار نیزه، بذار برم دیگه، الان اذیت نکن. اگر اینجوری درست کار میکنه ممنونتم. وقتی میری خونه دوستات از اونا بپرس به عنوان اسمای مختلف، مثلا حشمت بالا بلند، همم که نمیخوام اسم من مدیر کل بشه، عضویت بدن، بعد بشین اونجا ثانیه بگی، ببین بعد از چند ثانیه اتوماتیک میدونی یعنی چی؟ میگن ریل تایم ریسپاند. ریل تایم یعنی بینگ، الان که میفتی بینگ، 4000 ثانیه. اوکی، تا حالا شانس آوردی؟ رشته من الکترونیک نیست، رشته من برق بوده، الکتریسیتی. اگه الکترونیک بود که دیگه باز سرعت بالاتر باشه، پایدار باشی. آقای مصبا کجا پایدار باشم؟ بدون حمایت دوستان که پایداری نمیاد. همین آقای مصبا یکی ازش سوال کنید سربی چه بلاها از دست تو کشید؟ نه از دست تو، به خاطر تو کشید، به خاطر شما کشید. ولی شما این چند سالی که تلویزیون مردم رو میشناسی و منو میشناسی، آقای مصبا عزیز چه حمایتی کردی از تلویزیون مردم؟ و تو به تنهایی میخوایی چه تاج گلی؟ اون شعر رو بیارید دارم. دیدی اومدی نسازی؟ ما برای سازندگی اومدیم. اونایی هم که خراب میکنن آدم های بدی نیستن ها. اگه گفتی چرا؟ خراب میکنن که شما بیاید بسازی دیگه. همه که نباید سازنده باشن. اگه همه میساختن چه مشکل بزرگی پیدا میشد؟ دیگه جا برای ساختن نبود، یا رو سر هم باید میساختن. باید یکی هم خراب کنه دیگه. من خراب میکنم، آقای عبداللهی میسازه. دوستان عزیز، ساعت 3:59 دقیقه، شما از هر جای دنیا هم که باشید میتونید با ما تماس بگیرید. من ساعت 3 میخواستم با آقای خسرو بهرامی تماس بگیرم، برای ایشون نوشتم اگر مایل باشید 3 بعد از ظهر با شما تلفنی صحبت میکنم. ایشون جواب نداد، احتمالاً در راه است، داره برمیگرده. ضمناً آقای خسرو بهرامی هم تصمیم گرفته بازنشسته بشه و اون بیزینسش که هم یک نمایشگاه سنگ فروشی داره و هم یک کارگاه سنگبری در نیویورک میخواد بفروشه، میخواد واگذار کنه، با خودش تماس بگیرید. حالا بعدش میپرسم، اگه خواست شماره تلفن ایناشم به شما میدم، ولی بذارید من یک نگاه سریع بکنم ببینم اینجا چیزی رو از قلم ننداختم. چرا میگفتن چیزی رو از قلم؟ برای حساب کتاب بوده دیگه. نه آن امروز خواستم درباره اسپند و اسپند دود کردن بهتون بگم. آیا شما به این چیزا معتقدی؟ چشمت زدن اسپند دود کن؟ یه مقاله ای رو یکی از دوستان فرستاده، خیلی جالبه، میگه که این ماجرای اسپند دود کردن به خاطر این که در ترکیه، بذارید من یک عکس بهشون نشون بدم، سلکت ایریا از اینجا تا بدینجا، بریم کامرای 2 و بله، میگه که در ترکیه کپسول های خشک شده اسپند را برای محافظت از چشم بد در خانه ها و داخل ماشین ها آویزان میکنن. در مراکش برای محافظت در برابر جن به شدت رواج دارد. در سوریه، عراق، عربستان سعودی، اردن و بسیاری کشورهای دیگر مانند ایران دانه های خشک اسپند را برای محافظت از چشم و نظر غریبه ها در آتش می ریزند و با خواندن دعای خاصی که در هر فرهنگی متفاوت است، دود آن را به سمت خود و اطرافیان و اطراف محل فوت می کنند. این آیین توسط پیروان مذاهب مختلف از جمله اسلام، زرتشت، مسیحیت، یهودیت و هندویزم اجرا می شود. رسم سوزاندن اسپند در آتش برای دود تطهیر دهندش تا قسمت هندی کشمیر هم برای دور کردن تاریکی از زندگی نفوذ کرده است و در آنجا در مراسم عروسی و عروس و دامادها جدید عروس و داماد آن را می سوزانند. گیاه اسپند در بردارنده مواد ضد میکروبی از نوع فلاونوئیدها و آلکالونوئیدها یا آلکالونوئیدها، من شیمی 0 بعد 7 اصلا بلد نیستم، می باشد. در تحقیقات آزمایشگاهی که از عصاره اسپند جهت از بین بردن میکروبها استفاده شده است، موجود در گیاه و دانه‌های اسپند به دلیل خاصیت به تازگی و این مثل جمله‌ها ریخته به هم، بناکاربالین ضد تومور ضد سرطان آن مورد توجه قرار گرفتند. The practice is rooted in the earlier
traditional of Judaism. Okay. بیا بعد همون یهودی ها اینا رو گفت. در اصل اگه کسی در این مورد میخواد صحبت کنه صحبت کنه. من قبلا هم گفتم فکر کنم یکی از دلایلش این بود که این انقدر بومیده که هر موجودی زنده باشه از بین میره. مثلا وقتا که خونه ها تیر چوبی داشت و موریانه و حشرات و اینها پروانه پشه اینا میرفتن اونجا، این دود کلن باعث میشه که اینجا اینسکت میگن حشرات برن. به همین خاطر شما وقتی میری پارک، میری مهمونی، کمپینگ به اصطلاح، اولین کاری که میکنی آتیش را میندازی، آتیش درست میکن. حالا ما آتیش را میندازیم تو برنامه ها عوضی هستیم دیگه. آتیش که درست کنید شما، هم حیوانات سراغتون نمیان، میترسن، شیر و ببر و پلنگ و اینا میترسن، هم حشرات از شما دور میشن و میذارن اونجا آسوده باشی. اینا میخوام بگم خب عکس سرعت اینترنت هم در مسنجر شماست. نفرمایید ترسیدی و نفرستادی. نه اصلا این چیزا ترسیدی چیه؟ مگه ما از اینجا و آلمان که ترسی وجود نداره؟ بذارید ببینیم آقای عبداللهی سرعتش چقدره. مسنجر پسنجر. بله آقای عبداللهی سند پیکچر. این از این، این از این صفحت رو. خب خودت قربونت برم، باز اقلا درست کاری. این قسمتش رو من بهت واقعا احترام میذارم. دوستان اون شماره ها رو دیدید؟ 500 خورده، 800 خورده، 4000. حالا شماره های آقای عبداللهی رو هم ببینید. 15000 میلی سکند، یعنی ببخشید ندیگه 15000 میلی سکند کلک زدم، ببخشید. 15000 ثانیه سرعت ایشون 25.44 برای دانلودش، برای آپلودش 27.36. حالا یه هوم ورک برات چی میکنم، شما نسبت اینا رو با نسبت من بگی. خب الان اینجا معلوم میشه که ما سرعت پینگمون 4 برابر شماست. یعنی اگه این 16 بود ما 4 بودیم، 4 به 16 میشه 4. این به 800 خورده، این یکی به 500 خورده، خیلی کاکو جون عقبی. از اون ور 62 به ماشاءالله. شما چقدر بیبی فیس هم داری. اگه ما قرار بود بترسیم بریم، از شما که آدم خوبی هست که نمیترسیدیم، از سکویی بی پدر و مادر، از شمیرانی خلوچل، از میبودی، از نمیدونم اونای دیگه میترسیدیم. ما موندیم 20 ساله، هنوزم هستیم. این چه حرفیه که میزنی؟ خودت پاکش کن. دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش. یا باشیم، حالا که یک روزی پیش آمده که ما بعد از چند مدت با شما باشیم، بذارید چند تای دیگه هم براتون بخونم. 9 دقیقه دیگه رحمت و لطف الهی نگاه آینده نزدیک پیش بینی شده توسط خمینی. و فقط برای اینکه بهتون بگم تو آمریکا چه خبره، چند روز دیگه روز پدره در آمریکا. حالا شما ببین آمریکایی نشسته تو خونش روز پدر، یعنی ببینید مثلا بچهای من چی میره با ایمیل براشون. نگاه کن، اگه خودمونم دیوونه نباشیم، نخواهیم اسلحه بخریم، یکیشو بکنیم 10 تا 10 تاشو بکنیم 30 تا، این میره ببین نوشته Father's Day wish list. یعنی مثلا یعنی باباتون آرزو داره که این اسلحه رو داشته باشه. بعدم تیر و تفنگ و اسلحه، اینم نمیدونم چی چی، $200، این یکی $50، این یکی اینقدر، این یکی اینقدر. حالا کجا مملکتی که از موقعی که ترامپ اومده بیشترین شوتینگا رو تو مدرسه داشتیم و این مرد شیاد هرزه یک کلمه در این باره ها صحبت نمی کنه، ولی شما رو تونست گول بزنه. و من با افتخار کسی بود که فهمیدم که این دروغوه، همونجوری که فهمیدم هیلری کلینتون دروغوه شیاده، همونجوری که فهمیدم اوباما دروغوه شیاده. پس رأی ندادم به هیچ کدومشون و خودم رو در کشت و کشتارهای دنیا مقصر نمیدونم. درست برعکس کسایی که فکر میکنن اونایی که رأی ندادن پس حق ندارن انتقاد کنن، برن فیلمای جورج کارلین رو ببینن. میگه تویی که رأی دادی اینا رو فرستادی اونجا.
من به شما گفتم که اینا قابلیت نماینده من بودن رو ندارم و حق دارم هر ایرادی میخوام ازشون بگیرم. این هم از خب بیایم سراغ طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی که عکس خودشم انداختن گفتن با این میشه 11 تا ماده، چون رجوی فکر میکنه خیلی نره، دوست داره ماده های زیادی داشته باشه، ولی رجوی دیگه اصلا مرده دیگه الان نیست که بله. این جوکیه که یکی از دوستان فرستاده و بهش گفتم آقا از شما قبیحه که این مزخرفاتی رو که توی فیسبوک می‌نویسن و می‌فرستن شما برای من بفرستید. گفت سولبی جان والا دیگه از حرفای سیاسی و اینها خسته شدم. گفتم بلکه یه جوکی بفرستم، یادآوری میکنم که این دوست ما که در خلیج فارس هست چند تا ایراد از من گرفته که همش درسته. میگه آقا تو فیلمه رو نشون میدی نصفش رو قطع میکنی میگه بس، اون نشون میدی میگی این. میگم آقا این ماجرای تلویزیون داری و برنامه داری همینه، شما مگه کلاس بری اینا رو بهت یاد میدن. در زمان حمله مغولها به ایران، میگه تاریخچه لایک، این کلمه اینجوری لایک خارجی بلاخ ایرانی، در زمان حمله مغولها به ایران بیرحمترین سردار آنان بیلاخوخان نام داشت. وی مخالفان خود را بعد از دستگیری به سادگی نمی‌کشت و یکی یکی انگشت‌های آنان را قطع می‌کرد. در این بین یکی از سرداران دلیر ایرانی به نام بامشاد که از نوادگان سردار بزرگ ایرانی آریوبرزن بود بر ضد او قیام کرد و طی نبردهای بسیار بالاخره دستگیر و اسیر این آقای بیلاخو شد. 4 روز از دستگیری او می‌گذشت، در حالی که 4 انگشت او را از دست راستش قطع کرده بودند تنها انگشت شستش باقی مانده بود. در یک شب وی با کمک یارانش از زندان بیلاخو فرار کرد و بعد از تجهیز قوا دوباره به نبرد وی شتافت. این بار پس از جنگی شجاعانه بامشاد بیلاخو خان را از پای در آورد و جهت نشان دادن شکست وی جسدش را به اسبش بسته و در شهر در انظار عمومی شهروندان گردانید. مردم خوشحال از شجاعت بامشاد جهت پایکوبی و برگزاری یک جشن بزرگ به مرکز شهر آمده و تا پایان آن روز به احترام بامشاد که 4 انگشت خود را در نبرد با بیلاخو از دست داده بود انگشت شست خود را به هم اشاره می‌کردند و نشان می‌دادند. از آن پس این رسم بیلاخ یاد نام گرفت و اگر کسی از کار کسی دیگر خوشش می آمد به او بیلاخ می داد. حالا ببینید این مش آدم بیکارتر از من میشنه اینا، ولی یه چی براتون بگید، تو آمریکا به جای بیلاخ اینجوری میکنه، این اوکیه، این گودلاکه، ولی اینجوری میکنه. دلیلش هم همینه که اتفاقا اینجا نوشته، ولی این داستانای مزخرف بترسی وقتی که اسمشو میذاری بامشاد، وقتی شروع میگه این پسر آریو برزن بوده، بعد نفر بعدی بدبخت بیچاره فکر میکنه این داستان حقیقیه و زندگیش استوار میشه بر داستانهای الکی و دروغ. ولی برگردیم به آمریکا. اومدید آمریکا، اینی که تو آمریکا اینجوری نشونه هم میدادن رسم بوده قدیما که اینام از این ور اون ور، اینام 70 چن دیگه، مال 72 قبیله هستن. میگن که اون وقتا وقتی اینا با تیر و کمان همدیگر رو میکشتن، بعد اگه کسی یه جرمی میکرده انگشتشو قطع میکردن. طرف وقتی به یک کسی دعواش میشده، برای که بگه من هنوزم میتونم تیر و کمان بکشم و بکشمه، انگشتش رو نشون میداده، میگفته ببین هنوز یک انگشت دارم که این زه کمان رو بکشم. چقدر یاد میگیرین شما از این تلویزیون مردم، کاش ما شروع کنیم از فردا دکترا بدیم. شنیدم این علی بنگی توی کالیفرنیا دکتر شده، دکتر علی بنگی، ولی اولش باید PhD بگیره. PhD هم بهزاد به من گفت استند میکنه یا برای اینه PhD پیتزا هات دلیوری، باید برین پیتزا هات دلیوری کنید، بعدم بیان از دانشگاه مردم دکترا بگیرین. روز و روزگارتون خوش، شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اگر این برنامه ها رو دیدی و فکر کردی وقت تلف شده، برای دوستان بفرست تا وقت اونا هم تلف بشه. اگه این برنامه ها رو دیدی فکر کردی یه چیز یاد گرفتی، برای دوستات هم بفرست تا اونا هم یه چیز یاد بگیرن. و اگرم تو بهتر از من میتونی برنامه بذاری، گر تو بهتر میزنی بستان بزن، این خیلی ضرور مسئله بدیه، ولی این گوی و این میدان. روز روزگارتون خوش، به امید دیدارتون چهارشنبه، امروز چهارم بود، چهارشنبه 6 جون 2018 میلادی. مرسی.